ریکورد خیلی خوب، ریکورد آماده است. من اسکرین مربوطه رو هم شیر بکنم. اینم از فایل درسه و خب بذار همینجا بمونه. خیلی خوب، عرضم به حضورتون که بذاریم بپرسم مثل همیشه که الان میبینین دیگه پی دی اف من رو. بله مرسی. خیلی خوب، یعنی که همه چی درسته. یه یادآوری بکنم که جلسه پیش چیکار کردیم. اگه خاطرتون باشه یه دو سه جلسه ما داریم فقط درباره فانکتور حرف میزنیم. فانکتور رو تعریف کردم به عنوان مپ معقولی که بین هوموورفیزم معقول بین دو تا کاتگوری، یعنی مپی که به ساختمان احترام میذاره، آبجکت به آبجکت، مورف به مورف، به طوری که سر ته احترام گذاشته بشه. ارزم به حضورتون که ترکیب و آیدنتیتی که همه ساختاری که شما توی کاتگوری دارین بشه احترام گذاشته بشه. و این تعمیم هوموورفیزم مربوطه در گروه هاست. میگن که زوم کنم که متن پی دی اف بهتر دیده بشه. بله چرا که نمیشه. ببینیم اینقدر خوبه. این خوبه. یکم سخت میشه بالا پایین کردنش که اندازه باشه. راستشو بخواین میتونم فول اسکرینش کنم. نمیدونم که این اونور میکنه این کار یا نه، ولی یه بدی که داره اینه که ای باید بیام بیرون برم تو متن نوشته. حالا فعلا اینقدر داشته باشین. عرضم به حضورتون که بعد فانکتور دیدیم چیه. تعمیم هوموورفیزم مونوئید هاست، همینطور مپ هایی که بین دوتا پوست اوردر پریزروینگ هست. یک میلیون تا مثال زدم و درباره تک تکشون حرف زدم. جلسه پیش اما ما یکی دوتا مثال یکم سخت دیدیم که بیشتر از این که قرار باشه توضیح بدن که کاتگوری چیه، فانکتور چیه، در واقع قراره که نشون بدن که فانکتور چیز به درد بخوری هم هست. الان لازمشون دیگه ندارم به جز یکیشون که اون یکی رو میخوام یه یادآوری بکنم که همون فاندامنتال گروپوید و گروپه که دیدیم. برای اینکه یه چیه نکته ای رو بگم و بعد میتونیم کلن رخت بر ببندیم از اینجا و بریم سراغ نوشن مهم بعدی که نچرال ترانسفورمیشن. خب بس بذاریم من یاداوریمو بکنم. از اون فانکتوری که درست کردیم یادتون باشه اگر جلسه پیش یا اگر جلسه پیش رو دیده باشین، ما این کاری کردیم، گفتیم ما یک کاتگوری توپولوژیکال سپیس داریم، درسته؟ که اگر توپولوژیکال اسپیس میدونستین چیه، یعنی که کاتگوری همه فضاهای توپولوژیک، مپ های مربوط هم هستن تابع پیوسته. اگر نمیدونین فرض کنین همه مثلا زیر مجموعه های دلبخواه آر ان منظورم، و از توپولوژی تابع پیوسته منظورم همون تابع پیوسته هست که این وقت خیلی مناسب برای رای گیری انتخاب نکرد. و بعد تابع پیوسته همونی که باید بلدیم در مدرسه یاد گرفتیم برای تابع یه متغیرش و چند متغیرش هم که همونه. بنابراین فرض کنین که تابعی از آر ان مثلا با آر ام که پیوستن یا زیر مجموعه هاشون. به هر حال کاتگوری توپولوژیکال سپیس رو داریم. و بعد من چیکار کردم؟ من یک فانکتور درست کردم به نام پای وان، خاطرتون هست، که بهش میگفتن فاندامنتال گروپوید. این چه کار میکرد؟ این از فضاهای توپولوژیک میرفت به گروپویدها، و گروپویدها هم کاتگوری همه گروپویدهای اسماله، یعنی کاتگوری های اسمالی که همه مپاتشون ایزومورفیزمه. و بعد
مورفا هم طبیعتا فانکتور ها هستن. چطور ساختمش؟ گفتم شما اگر یک فضایی باید بگم رو آبجکت ها و رو مورفا چیکار میکنه دیگه، درسته؟ قرار فانکتور تعریف کنم. گفتم پایبان ایکس رو بگیرید این گروپوید که گروپوید آبجکتاش هست خود ایکس، بنابراین هر نقطه ای از ایکس، اگر این ایکسه، هر نقطه ای از ایکس رو من گرفتم یه آبجکت، درست شد؟ و مورف های مربوط رو هم گرفتم مسیرهای از ایکس به وای. حالا مسیر چی بود؟ مسیر بود یک تابع پیوسته از بازه 0 و 1 به ایکس، به طوری که ابتدای مسیر این رو، این بازه 0 و 1 رو زمان بخونین، بنابراین لحظات مختلفی هست که این مسیر داره حرکت میکنه، از 0 که ایکس در لحظه 0 که ایکس رو میبینه تا آخرین لحظه که 1 باشه و وای رو میبینه، بنابراین یه همچین چیزیه مسیر، درست شد؟ اما خب این دروغه، مورفیزم ها نگرفتم مسیرها، گرفتم مسیرها تحت یک رابطه همعرضی، و رابطه همعرضی من این بود که اگر دو تا مسیر داشته باشم، یه پی و یه کیو، درسته؟ که هر دو سرتای یکسانی دارن، این دوتا رو میگم همعرض. اگر یک شیء، یک صفحه دو بعدی رو بشه کم و راست کرد به طوری که این وسط رو بپوشونه، یا به تعبیر دقیق تر اینا هوموتوپیک باشن نسبت به هم. این هم نکته خوبیه، میگن که من چک کنم ریکول رو ببینم که این درست داره کار میکنه، یا ممنونم که یادآوری کردین، به من میگه که داره ریکورد رو میکنه، بنابراین امیدوارم که مشکلی نداشته باشه. ولی مرسی که یادآوری کردین، حالا انشالله که درست. خیلی خب، کجا بودیم؟ ها، داشتم میگفتم که بله، مپ ها رو نگیرید، مورفیزم ها، مپ ها رو در حد یک اکویوالنس بگیرید، که اکویوالنس اینه که اون دوتا وقتی هوموتوپ باشن با هم، یعنی که بهشون وسط رو یک صفحه رو کج و راست کرد، گذاشت بین اینا رو پر کرد، یا به تعبیری بین پی و کیو سوراخی نباشه تو فضا، چون اگر باشه من دیگه نمیتونم این صفحه رو بذارم این وسط بین اینا، باید پاره کنم بنش. و گفتیم که در همچین این اکویوالنس رفتار خوبی داره، و بعد میشه مورفا رو اینطور تعریف کرد، ترکیب دوتا مورف طبیعتاً، برای اینکه من باید یه گروپ هایی اینجا تحویل بدم دیگه، درسته؟ فقط کافی نیست که مورف رو آبجکت رو بگم، ترکیبشونی که بچسبونیشون پشت سر هم، باید بگیرین این ویل دیفایند نسبت به اون همعرضی ها خوش رفتاری که هست، و بعد باید بگین آیدنتیتی، آیدنتیتی اونیه که تکون نمیخوره از جاش، و بعد با شرکت پذیری چک کنین و آیدنتیتی بودن و آیدنتیتی رو، اون مپ که مپ ثابتی که در تمام مدت 0 و 1 روی ایکس وامیسته، که این کارا رو نکردم ولی از من قبول کنین، و بعد این تازه آبجکت من رو، یعنی توپولوژی، فضا توپولوژی که منو میبره به گروپ هایی روی مورف. اما خیلی کار عجیبی نیست دیگه، اگه من یه مورف داشته باشم، حالا مورف یعنی چی؟ یعنی یه تابع پیوسته دارم از x به y، درسته؟ شما باید پایوان f رو تعریف کنید بین دو تا گروپ هایی، بنابراین باید فانکتور باشه، درسته؟ بین دو تا گروپ هایی، که یعنی باید آبجکت ها رو بفرستین به آبجکت ها، آبجکت ها رو با f بفرستین، چون آبجکت ها اشیای x هن، بنابراین این y اگر باشه این f رو در نظر بگیرید که آبجکت ها رو میفرسته به آبجکت ها، خیلی بدیهی، درسته؟ میمونه این که مورفا چجوری برن، مورفا رو هم بفرستید به FOP، چون پی تابع از 0 و 1 به x، f رو هم ترکیب کنید باهاش، میشه یک تابعی، انگار که مسیر رو ازش f گرفتین، هیچ چیز عجیبی نیست. باز دوباره بدیهیه که باید نسبت به اون اکویوالنس احترام بذاره، برای اینکه پی نماینده یک کلاس، مورفا ما کلاسن، واقعا مسیر نیستن، اما باز عجیب نیست به خاطر پیوستگی و اینها، اینا همه چی درست. عرضم به حضورتون که بعد نشون بدم که پایه یک اف، یعنی این اف گرفتن از مورفا حفظ میکنه ترکیب رو و حفظ میکنه آیدنتیتی رو که میکنه. برای میبینی خیلی چیزها، دو تا سطح مختلف باید چک کنین، یه بار باید چک کنین که اینا که این تو درست میکنین
گروپایی ده که بنابراین باید کاتگوری بودن این دیتا رو اینجا چک کنین، یه بار دیگه هم باید چک کنین که این یکی فانکتوره. یه عالم جزئیات هست که حالا من همه اینا رو زدم زیر قالی، ولی خب هدف این بود که بگم که خب این طرف یه فانکتور، یه فانکتور معرفی کرده باشه. و بعد این کفایت نمی کرد دیگه، گفتم برای اینکه کار آسان تر شه به جای گروپ های میشه با گروه کار کرد، اینطور که اگه فضای X رو به جای اینکه X رو به من بدین، X رو با یه نقطهش به من بدین، یعنی pointed space بدین، که کتگوریش رو با topological top star نشون میدم و آبجکت ها هستن یه فضا با یه نقطه، مورفام هستن همون تابای پیوسته از X به Y، فقط به شرطی که این X اینجا رو، این X کوچولوها رو ببرن به Y کوچولوه، یعنی نقطه مربوطه رو حفظ کنن. بعد اگه یادتون باشه گفتیم که این هم شناخت، این رو دیدیم، این همون کاتگوری کوشنت کو اسلایس در واقع صفر به معنی فضای توپولوژیک، صفر با تک نقطهش با توپولوژی بدیهی که داره اوور توپ، ولی خیلی مهم نیست. این کاتگوری توپ استار رو بگیرید به این شکل. و بعد گفتم که میشه یک کلکی سوار کرد، این پای یک رو به پای یک کوچولو تبدیل کرد که این دفعه از توپ استار این طرف بره به گروه به جای، که حالا ما این البته فکر کنم با جی آر پی نشون میدیم همیشه، درست میگم؟ به جای گروه پایید بره به گروه. و کارم واضحه دیگه، شما این پای یک، یک پای یک در واقع هست خود بزرگ پای یک، به طوری که محدودش کنین به اون نقطه مربوطه دیگه، درسته؟ اون نقطه فیکس پوینت. برای اینکه اینجا من پای یکم داره x و x میگیره، این دفعه این x بزرگ رو که بگیره اون گروپایید رو بلده درست کنه، بعد میگه کل گروپایید رو اون اشیاش رو ول کن، همه رو محدود کن به اون تک شیء x، چون اشیا نقطه های توی x بزرگ بودن دیگه. x کوچولو رو بگیر، بگو که این x بزرگه، شما این x کوچولو رو بگیر، مورفای رو اینو کار داشته باش. حالا مورفای رو این در واقع هستن مسیرها تحت اون تابعه، تحت اون رابطه همارزی، و دیگه کار به بقیه نقطه ها نداشته باشه. بدیهی کار به بقیه نقطه ها داریم چون این مسیر را میره توی X. منظورم اینه که سر و ته هر مسیری همیشه باید X باشه. خب و از اونجایی که این یه گروپاییده با یه آبجکت، در واقع یه گروهه، کافیه که مسیرها رو روش در نظر بگیرین، در واقع دارین مسیرها گروه تشکیل میدن، با هم ترکیب میشن با همون ترکیب مسخره‌ای که دنبال هم باید باشن. و بعد و دوم این که وارون دارن، مسیر رو برعکس برمیگرده و آیدنتیتی هم مسیری که همیشه تو X باقی. خب این هم هست. حالا از من میپرسن که گروپ رو نمیشه از گروپ هایی ساخت، این یه گروه خاص رو منظوره توی یا کل کتگوری گروپ رو از کتگوری گروپ هایی ها بسازیم؟ این رو برای من بگو تا بعد من ببینم با چی بگم. کل کاتگوریش، کل کاتگوری گروپ رو از کاتگوری گروپ هایی بستگی داره که منظور از ساختن چی باشه. کاتگوری گروه در واقع زیر کاتگوری گروپ هایی هاست که توش یک آبجکت داشته باشه طرف. بعد این یک آبجکت داشتن رو خب میشه حالا کاتگوری کم تعریف کرد با یه سری مورف و اینها، یعنی کار چیزی نیست، ولی اسنشیالی اینه که تو فقط باید یه آبجکت داشته باشی. متوجهم. آره مثل توپ استار. آره اون یکم فکر کنم چیز تره، یکم دنگ و فنگش یه کوچولو بیشتر باید باشه، ولی نباید خیلی کار عجیب غریبی باشه. یه جوری من باید فورس کنم که کاتگوری هم فقط تک آبجکت باشن. البته که خود گروپ رو نمیتونم بسازم چون گروپ در حد اکویوالنس یکتا نیست. ممکنه که مثلا اینکه یک آبجکت داشته باشیم یک مفهوم کاتگوریک نیست، ولی خب یک کاتگوری اکویوالنت با گروه میتونم بسازم احتمالا که نتونم. برگردیم سر مطلب. گفتم که این پایوان خوبیش اینه که گروه برای ما میسازه و گروه ما بلدیم و آسونتره و اینها. یه دوتا مثال هم زدیم، مثال چیز دیگه، مثال کلک حساب که نکردیم ولی شهودن. یکی این بود که این بیدو اگه یادتون باشه با هر نقطهش، بیدو چیه؟ بیدو این قرص پره،
خب قرص توی صفحه که پرم ها شد. این ویدئویه دو بودی، یه نقطه ای هم بگیرین توش هرچی مهم نی، برای اینکه باید پوینتد اسپیس باشه دیگه. بی دو ای اگه پایش حساب کنین این گروه میشه گروه تک عضوی ای که به صفر هم نشونش میدن، یه گروه یک عضوی میشه. برای اینکه خب یه گروه یک عضو که دارم آیدنتیتی است، چیز دیگه هم نداره کما بیش، به این خاطر که هر مسیری میشه جمع کرد، هر مسیری میشه پوشوند توشو، به خاطر اینکه این طرف مؤدبه و پره و اینها بدیهی نیست، اما خب حالا از من قبول کنین شهودن خیلی حرف عجیبی هم نیست. دومین چیزی هم که با هم بحث کردیم اینه که S1 رو اگه بگیریم که همین یارو دایره هست تو خالی، اون وقت پاییه که این طرف با هر نقطه روش هر کی که میخواد باشه هست Z و جمع. تو چه حسابی اینو میگم؟ طبیعتا یک ریخته. منظورم اینه که خب بیا حساب کن دیگه، ببین این وسطش سوراخ گنده از هر مسیری روی این مسیر یه بار به چرخه با مسیری که همیشه وایسته یکی نیست، چون این مسئله نمیشه جمع کرد، نمیشه توش رو پر کرد چون سوراخ. خب به همین دلیل دوتا با یه دونه فرق میکنه، بنابراین بذار هر عددی یه دونه مسیر دست کم دار، خب که با هم فرق هم میکنن اینا در حد اکویوالنس، در حد اون یا رابطه اکویوالنسه. و دوم هم این که اگر هم تعداد چرخیدناشون یکی باشه، مثلا این اینجوری بچرخه که یه بار بره بعد یه ذره جلو دور برگرد، یا تو مسیر یکم تندتر بره، یا تو مسیر یه ذره بره وسطش برگرد دوباره بیاد، ولی شلوغکاری زیاد نکنه، لوکالی هر کاری میکنه بکنه، معلومه دیگه. اینو میکشی یکم مسیر رو شکل خمیری تصور کنی، این دوتا یه مسیرن در حد اکویوالنس. بنابراین انگار فقط مهمه که این چند بار میچرخه و تو چه جهتی، اگر اینوری میچرخه یا اونوری میچرخه n بار، بنابراین مثبت منفی n مهمه و این گروه میشه. اینم دوباره بدیهی نیست، این اثبات میخواد، دنگ و فنگی داره و اینا، حالا خیلی پیچیده هم نیست، اما به هر حال هدف منم الان نیست که توپولوژی کار کنیم، که من فقط میخوام ببینیم که این پایه رو حساب کرده باشه یکی دو جور. حالا این داشته باشین، برگردین یادتون اگر باشه من یه بحثی کردم که فانکتوری که چیز نیست، وفادار نیست به تصویر، منظور فیسفول خالی هم نیست، یادم اومد که اون دفعه گفتم که فیسفول نباشه هیچ چیزی خراب میشه و اینها، منظور این دوتا فیسفول رو به جای هم به کار بردم، کار غلطی هم هست. فیسفول به معنی تکنیکال رو که تعریف کردیم، ولی اون برای معلوم مهم نیست، اونی که به معنی فیسفول دوره همی به کار بردم وفادار نیست به تصویر، منظورم فول و فیسفوله، یعنی این رو کامل نمیشونه اونجا. اما حالا اگه این جزئیات دیتا یادتون نیست اصلا مهم نیست، حرفم اینه که اگه یه کاتگوری با یه فانکتور ببریم یه جا دیگه و مثلا مپایی که بین دو تا چیز هست رو کلاپس کنیم رو هم، یه سری مپ جدیدم اونور اضافه بشه، معلومه کارهای بدی داریم میکنیم دیگه. این ناراحتمون میکنه، اما همزمان گفتیم خوبه، به خاطر اینکه معنیش اینه که دارین دیتاتون رو اون شیتون رو ساده‌تر میکنین، و وقتی شی رو ساده‌تر میکنین ایزومورف نبودن رو با هم دیدیم که چطور میشه چک کرد. کافیه دو تا شی اینور بگیرم افاش ایزومورف نباشن، فرض اینه که اف آسون حساب میشه، توی کاتگوری مقصد ایزومورفیز، مثلا کاتگوری ست ایزومورفیز راحت چک میشه اینکه دو تا چیز ایزومورف نیستن، کافی هم کاردینال نباشن، و بعد از ایزومورف نبودن از این ور نتیجه میگیریم که این دو تا شی اولمون هم ایزومورف نبودن. صد تا مثال هم از این با هم دیدیم تو کویبرها و غیره. مثلا یه نمونه اینه که همینجا دیدیم که با هم که این بی دو با یه نقطه‌اش هیچ وقت با اس 1 با یه نقطه‌اش در کاتگوری توپ استار مثلا با هم ایزومورف نیستن، به خاطر اینکه اگر باشن این فانکتوره این رو میفرسته اون ور تو گروه، ولی تو گروه تصویرهای اینا این دو تا گروه با هم ایزومورف نیست. بنابراین فانکتوره که تصویر رو ساده تر میکنه، بنابراین فیسفول نیست به هم ریزه، اساسا خوب چیزیه برای چک کردن مسئله ایزومورفیزم. بعد یکی از این پرسیدی سوال خیلی خوب پرسید، پرسیدن که خب حالا جز این به درد دیگه هم میخوره این از این فانکتور فراموشکار را اگه آدم بسازه، یا مثلا فقط عد برای ایزومورفیزم این فایده داره؟ من گفتم اون موقع که آره به درد کارهای دیگه هم میخوره، صبر کنین میگم، که خب فرصت نشد امروز میخوام بگم، اون تک مثالی هم که میخوام بزنم همینه. و بعد یه درسی هم اونجا هست که میگیریم از اینکه پس مهمه که یه کاری باید بکنیم که ممکنه که فراموش کنیم وقتی با ایزومورفیزم اینها زیاد کار میکنه. خیلی یادآوری خیلی اکستندد و طولانی اینهایی شد، اشکالم نداره، برم سراغ
اون یارو کار برده که حرفشو میزنم. میخوام الان از فانکتور استفاده کنم برای کاری جز که دوتا چیز ایزومورف نیستن، که به نظر تسک خیلی مهم اما خیلی محدود و اسپسیفیک و اینهای میاد، که خوب نیه آدم یه تئوری درست کنه فقط برای همچین تسکی، اگرچه هست همچی کاره. میخوام قضیه برایر رو ثابت کنم به شکلی کم بابیش دوره همی، به این شکل که قضیه برایر، قضیه نقطه ثابت برایر برای بی دو رو بخواهم ثابت کنم. یعنی چی؟ ببین بی دو که دیدیم اون قرص پر است. قضیه نقطه ثابت برایر میگه که اگر یک تابع پیوسته از بی دو، احتمالاً شنیده باشین همتون، از بی دو به بی دو باشه، یعنی یه تابع رو بی دو باشه، این قرص رو تکون بدین بلا سرش بیارین، هرچی ول پیوسته. خب پیوسته هم که قشنگ معلومه دیگه، پیوسته رو دو متغیر یعنی چی، لازم نیست که التوپولوژی اینها بدونین. یه تابعی است که دو نقطه x و y میخونه، یه چیز دیگه تحویل میده، باید این دو تا تابع تابعای پیوسته یعنی عددی معمول کلمه باشه. هر تابع پیوسته اینجوری نقطه ثابت قضیه این، یعنی یه نقطه x و y هست توی این طرف، توی این یارو b2، به طوری که نقطه ثابت میمونه تحت f. حالا f موقع هر چی باشه طبیعتا نقطه هم عوض میشه، اما این همیشه نقطه ثابتی در. چطوری با این ثابت کرد؟ خب یا الان بامبول اینها هست، من میخوام یه اثبات بسقلی بامزه بگم که نشون بده که ترجمه کرد فانکتور، یعنی ترجمه کردن یه دیسکورس به یه دیسکورس دیگه، ترجمه کردن دیسکورس ها به هم گاهی جز اون چیزهای منفی مثل اینکه ایزومورف نیست و تا چیز، گاهی به درد کارهای بامزه تر یک کم پیچیده تری هم میخوره. اینطور بیاین فرض کنیم که اینطور نیست، یعنی شما یه افی دارین که این بنده خدا هیچ نقطه ثابتی نداره، درست شد؟ یعنی فرض کنیم برای هر نقطه ای هرگز نقطه ثابت نیست، این هم قرص مربوط. خب اگه قرص هم قرص توپره، یعنی اینکه هم رو رو داره هم تو رو، درست شد؟ یعنی معادله مربوطش اینه، اگر اینکه بخوام دقیق باشم که وقت این کوچیک در مساوی یک، یعنی هم رو رو داره هم تو رو، همه نقطه هست. خب این طرف که بی دو باشه رو بگیرین، حالا من دیگه توش خط خطی نمی کنم که چیز شلوغ کاری نشه، بعد این اثبات رو ببینید، یک اثبات لوس و اینایی هم هست به تعبیری، این اثبات خیلی بعدنترها پیدا شده با من اثبات خیلی زیرکان و اینا. x و y نقطه f x و y هر چی که هست توی این دایره هست، درسته؟ یا روش، حالا این رو هم عمدن تو گذاشتم، حالا میتونن رو هم باشن، اینا میبینیم هم که مهمه. این x و y رو وصل کنید به f x و y رو، فکر کنم یه جهتی داره، به x و y وصل کنید و امتداد بدید. خب شد. اینا دو تا نقطه دیگه، میشه به هم وصلشون کرد و امتدادش بدیم، و این چون دو تا نقطه وقتی به هم وصلشون میکنی این امتداد اولا یک تاست، ثانیا اینکه معلومه که جهتی داره، یعنی از F دارین میرین به سمت X، از اون وری که دارین میرین برین حتما برخورد میکنین به تیفال، به دور قضیه. اون نقطه ها رو تعریف کنید R x و y، بنابراین هر نقطه x و y که من داشته باشم R x و y رو اینجوری تعریف میکنم که f رو میذارم، نقطه رو میذارم، دوتان چون فیکس پوینت نداریم به هم وصل میکنم از سمت f به سمت x و y، حالا اینجا شما که اشتباه بگم اگه بود بعد میگم که برعکس، و بعد وصل کنیم و امتحان بدیم تا برسیم به دیوار و بعد اسمش بزنیم R x و y. در نتیجه R یک تابعی است از b2 به s1، درسته؟ بیدو رو کل دایره رو هر نقطه توش به من بدین، این بازی رو میتونم براش بکنم، و چون فرضاً میکردم باید بخوریم به دیوار، به S1 تحویل داده میشه دیگه، درسته؟ خب بعد این R یه ویژگی خوشمزه داره. ویژگی خوشمزه اینه که اگر R رو محدود کنید به S1، چون S1 هم یه جای زیر B2 دیگه، درسته؟ فرض کنین این نقطه اولیه X و Y تون که به شما دادن از اثر اینجا روی دایره بوده باشه. خب خب اون وقت F تون اگر هر جای دیگه هم باشه، حالا میخواد رو باشه تو باشه، F رو وصل کنین به این نقطه و امتداد دیگه لازم نیست بدین، چون همونجا هستین دیگه روی دایره، نتیجه اینه که R میشه خود نقطه، درسته؟ یعنی اگه X و Y نقطه باشه رو دایره، Rش هم میشه خودش،
به خاطر اینکه ساختمان من میگه F رو پیدا کن، بهش بس کن، امتداد دیگه لازم نیست بدی، ولی اگه لازم بود میدادی تا بخوری به دیوار که خب خودشه. برای R X و Y هست آیدنتیتی اسپان، درسته؟ خب ببین من الان یه قصه مرفکی برای شما تعریف کردم، درسته؟ این همه حرفی که اینجا زدم حرف توپولوژیکه، بخاطر اینکه الان مثلا یک دیتای توپولوژیک اینجاست، خب این F پیوسته است، بعد در نتیجه R هم پیوسته است، این مهمه، درسته؟ به خاطر اینکه ببینین کارهایی که کردین اینکه دو تا سیستم بس کنین، اینا کارهای پیوسته ای حتما با جزئیات رو چک کردن داره، ولی خیلی ساده ای آره میتاب پیوسته است. بعد این قصه رو که تعریف کردم آخر میخوام بگم اون فرض خلفه که نقطه ثابت نداره می انجامد به این قصه کاتگوریک که یک مورف وجود داره از بی دو به اس یک به طوری که تهدید طرف به اس یک میشه آیدنتیتی. خب این البته هنوز فولی کاتگوریک نیست، بخاطر اینکه این تهدید یک امر چیزه سه تئوریکه، برای اینکه یک کوچولو عوضش کنم که فقط زبانش خیلی کاتگوریک شه اینطوری مینویسمش، میگم اس یک رو بگیرین، این یک فانکشنی هست اینکلوژن، درسته؟ که اس یک رو میشونه تو بی دو و یه تاب پیوسته هم هست بدیهی دیگه، درسته؟ بعد این یارو آرم میبره ما رو تو اس یک دوباره، درسته؟ و این که آر تهدیدش به اس یک میشه آیدنتیتی هم میشه ترکیب این دوتا، پس که این باشه که حالا مجزا میکشمش، این شیطون هم هست آیدی اس یک. خب و من دوتا مپ دارم ترکیبشون هم میشه آیدنتیتی. این یک چیزیست که فولی کاتگوریک درباره قصه دوتا فضای توپولوژیک. خب چون فولی کاتگوریک فانکتور این رو حفظ میکنه، برای من میتونم یه فانکتور بزنم تحت سر این نمودارم، یه نمودار بگیرم آنن توی مثلا بین گروپ هایی دا، اما از اونجا که گروه رو من بلدم و اسپان و بی تو هم کاملا ساجست میکنه که میخوای بری برسی به اون مثالی که قبلا زدی و اینها، طبیعیه که من اول اینو تبدیل کنم به یک مپی بین توی توپ استار به جای تو، که خب کافیه که فقط یه نقطه پیدا کنم اینجا، اصلا مهم نیست، یه نقطه دلبخواه میگیرم توی این اس یک و میدونم اون وقت آی من رو میفرسته به بی دو و همون ای، به خاطر اینکه آیدنتیتی که اینکلوژن که آی عوض نمیکنه، آر هم چون آخرش قرار ای رو این ای رو ببره به جایی که هم برگرده، چون این کلش آیدنتیتیه، برابر اینا برمیگرده به همون اس یک و ای، ولی خیلی مهم نیست، فقط دارم لوس میکنم خودم. خب الان من یه قصه دارم، این بزرگم هنوز آیدنتیتیه، یه قصه دارم کجا توی توپ استار، پایوان رو این اپلای میکنم. خب پایوان رو این قصه هم اپلای کنم اینطور میشه، میشه پای وان اس یک و ای، درسته؟ بعد این یارو میشه پایوان آی، بایدونه دیگه فانکتور رو روی مپ هم همونجوری می نوشتم، پایوان بی دو ای بعد پایوان آر که ساختیمش قبلا. حالا مهم ببینیم حواستون هست که مهم پیوسته باشه که این واقعا یه مورف باشه تو توپ، هر کاری که من نمیتونم بکنم، دوباره پایوان اس یک و ای. خب درست شد. و بعد این دیتا دیگه مهمه دیگه، این شیطون بزرگم این وسط میشه پایوان آیدنتیتی، که پایوان آیدنتیتی چون فانکتوریم آیدنتیتی، این میشه آیدنتیتی کجا منتها آیدنتیتی پایوان اس یک و ای، درسته؟ خب ببین قصه رو فولی کاتگوریک نوشتیم، درباره کامپوزیشن بود و آیدنتیتی و تساوی، که خب از همه اینا میشه فانکتور گرفت. خب حالا اینو نگاه کن، الان این قصه من یه قصه توی گروه هاست، یعنی الان فانکتور من رو آورد از گروه، از اون چیز به گروه، منتها تو توی گروه ها قصه رو من راحت تر میتونم هندل کنم، همونطور که مثل مسئله ایزومورفیسم، منتها اینجا الان من میبینم که ا توی به عنوان گروه یه چیزی غلط، اینجا چی غلطه؟ این شیطون هرچی هست یک ریخت با زد و جم، درسته؟ برای هر نقطه ای دیگه دیدیم قبل، این هم هست زد و جم، این همینه، درسته؟ در حد ایزو دیگه. این شیطون هم هست هیچی، گروه نادون ای، درسته؟ البته که من نمیدونم دوتا مپ چی هست،
خب من فقط این دو تا حساب کردم، نه هر مپ بینشونو که من اینو نمیدونم. من میدونم هر چی هست یه دو تا مپ هست که هر چی هست هوموورفیزم گروهه، درسته؟ به خاطر اینکه اومدم تو قصه گروه ها، اینا حتما هوموورفیزم گروه ها و این یارو بزرگم آیدنتیتی، همینقدر میدونم، درسته؟ آیدنتیتی به عنوان مورف گروه ها. خب اما این شدنی نیست. چرا؟ برای اینکه توی همچین گروهی اگر این هوموورفیزم صفر رو باید بفرسته به ای، ای هم که حتما میره به ای، در نتیجه کلهم اجمعین این جناب میره به صفر، یعنی این ترکیب میره به صفر. اما این ترکیب باید آیدنتیتی باشه، یعنی به زبون چیزتر اینه که این بازی گروه ها به من نشون میده که نمیشه آیدنتیتی از زد به زد رو فکتور کرد توسط این مپ خنگی که از ای میره به ای، یا این مپی که میره به ای که یه دونه است همیشه. خب چون یه هوموورفیزم همیشه ای رو میره به ای، این هم که اصلا تابع یکتایی همه چی رو میره به ای. و چون این کار نمیشه کرد و این امر کاتگوری که معنیش اینه که این فاکتور هم نمیشه کرد، نمیشه آیدنتیتی از S1 به S1 رو توسط این اینکلوژن فاکتور کرد این شکلی. اما ما کردیم این کار همین الان که خب پس این غلطه، پس نقطه ثابت. حالا موضوع این، حواستون باشه که موضوع این نیست که نقطه ثابت رو ثابت کنیم اینا، البته این واقعا اثبات ترتمیز تقریبا همش هم گفتم، شرط اینکه این پایه رو بلد باشین حساب کنین، این قسمت سختش محاسبه این دو تا پایه، بقیهش کاملا دقیق و این هاست. اما چیزی که برای من مهمه اینه که ببینین که احسن میگه با تانک هم میشه گربه کشت. بله با تانک هم میشه گربه کشت، منتها موضوع اینه که الان قرار شما یاد بگیرین که با تانک کار کنین، هدف کشتن گربه نیست. خب و حالا برای اینکه یاد بگیرین با تانک کار کنین، موضوع نیست که ببینین کاتگوری چقدر خوبه که میتونه گربه براتون بکشه ها، کاتگوری بهتر از این حرف هاست، کارهای خیلی مهمتری هم میتونه بکنه، لازم هم نداره که اثبات کنه خودشو به کمک کشتن گربه. هدف آموزشی دارم اینجا که ببینین که نبینین که کاتگوری چقدر خوبه، ببینین که چطور میشه ازش استفاده کرد به این شکلهای کوچولو و بعدا اینا هی بزرگ و بزرگتر میشن، توی این قصه های پیچیدهی در هم میپیچن، جاهایی که دیگه خیلی واضح نیست بدونه همه چی دستی انجام بشه. چشم الان جواب میدم، ولی یه لحظه صبر کنین. این از این. یه درسی هم اینجا هست که خوبه که بگم بعد سوالتون جواب میدم. چشم، درس اینه که آدم ممکنه که وسوسه بشه برای اولین بار وقتی اون ایزومورفیزمای بالا رو میبینه که خب این بنده خود راست میگه، حتی بعدی هم نیه، حالا پس بیایم یه کاری کنیم. اصلا چه کاریه که ما همه مورفیزما رو میگیریم ایزومورفیزما رو بگیریم؟ مثلا به جای اینکه با توپولوژی رو توابع پیوسته کار کنیم، با توپولوژیکا و هوموورفیزما کار یا با گروه ها و ایزومورفیزما کار کنیم، چون مهم تساوی دو تا چیز دیگه. بعد میخوام بگیم مساوی نیست، یه فانکتور میزنیم، فانکتور هم بین دو تا گروپوید در واقع میشه به جای دو تا کاتگوری، و بعد همون حرفای دفعه قبل رو میشه زد. درس کوچولوی بیمزه که درس مهم اما از این مثال بیمزه که میشه گرفت اینه که واقعا مهمه که همه هوموورفیزم ها رو در نظر بگیریم، و این یه چیزیست که خیلی ریاضی قرن 20 از عواسط به بعد به طرز حیرت آوری میلیون بار این رو ثابت کرده که همه مورفیزم ها رو در نظر بگیریم، نه فقط ایزومورفیزم ها رو. مثلا ببینین این اثبات من به شدت وابسته به اینه که من همه مورفیزم ها رو میبینم، چون اگر ایزومورفیزم ها رو فقط ببینم من آی رو نمیبینم، بنابراین از آی مهمتر آر رو هم نمیبینم. خب مهمه که همه کارهای پیوسته رو در نظر بگیرید و بعد قصه رو منتقل کنید، بنابراین طبیعیه که من با کاتگوری ها کار کنم نه با فقط گروپوید ها. این مسئله مهمیه، اینم از اون خورده فرهنگ هایی که توش روش دواست بین بعضی از علما، ولی خوبه که موضع رسمی ریاضیدان everyday mathematician رو من اینجا منتقل کرده باشم که با این مثال خیلی کوچولوم که ببینین که مهمه که مپا رو همه رو دنسر کنیم. حالا بپرسین، حتما شما میکروفونتون رو بس کنین سوال بپرسین، بقیه هم اگر سوالی دارن هم میتونن بپرسن. الان نقطه‌ای که من میخوام فانکتور تموم کنم و من چیزم بدم سراغ بحث بعد. صدای من میاد الان؟ بله بله بله. اون بالاتر که نگاشت آ رو می‌خواستید تعریف بکنید. اون شکلش رو یه لحظه میشه بیارید؟ بله چرا که نمیشه.
اینجا چجوری تعریف کردید؟ دقیقا گفتید که از F به اون نقطه وصل کنیم و هر جایی که قطع کرد و امتداد بدین هر جایی که دایره رو قطع. آها اینو من می‌خواستم بگم که اگه اینو اینجوری در نظر بگیریم که این اینو از F به اون نقطه که وصل می‌کنید اونو کلا خطش رو امتداد بدید، یعنی اون سرش هم که قطع می‌کنم در نظر بگیرید. خب بعد هر کدوم از اینا که کوتاه‌تر بود و در نظر بگیریم، فکر کنم اینجوری ضابطه صریحی برای این حرکت میتونیم پیدا بکنیم دیگه، چون انگار داریم تقسیم میکنیم به نرم تفاضل F و اون نقطه. یعنی میخوایم بگی الان ضابطه صریحی نداریم؟ الان ضابطه صریحتون چیه؟ همین سوال هم اینه در واقع. نمیتونم باید بنویسیم جزئیات و اینها، ولی خب بدیهیه که من اون معادله اون خط رو میتونم بنویسم، منتها چیزی که در نظر میگیرم اینه که باید یه جای درباره جهت هم حرف زده باشم، نه؟ همون آره دیگه. آره و درباره جهت اگر حرف زده باشم در واقع یه معادله خطه و این خط دایره رو قطع میکنه، درسته؟ تو دو نقطه دیگه. و این دو تا جواب به من میده. یکی از جوابا متناظر با مثبت بودن یه المنتی یه جایی، یکی با منفی بودنش دیگه. من مثبت رو میگیرم مثلا. ولی شاید این کوتاه هم که میگین کار کنه، ولی بعید میدونم ها، به خاطر اینکه اگر مثلا f x و y من به x و y من خیلی نزدیک باشه و هر دو هم مثلا به سمت بالا باشن تو این شکل من، اون وقت کوتاه میشه اون سمت f. فرقی میکنه؟ یعنی من میخوام من صرفا میگم اینه فرقی که میکنه. بله یعنی اگه اون یکی رو بگیریم فرق میکنه دیگه. فرقش اینجاست که من میخوام بگم r اگر یه نقطه ای رو به عنوان ورودی بگیری که روی دایره است، خود همون رو پس میده. اگه یه نقطه رو بگیره که رو دایره است، آها، خودش رو پس میده. اگه تو جهت برعکس وصلش کنیم، یعنی از نقطه وصل کنیم به f و امتداد بدیم. نه من اینجوری گفتم که الان این پاره خط واصله بین fx و y و x و y و شما وقتی که از دو طرف امتداد دو تا نقطه به دست میارید. آها. اونی که به خود نقطه x و y تون نزدیک تره رو در نظر بگیرید. اگه نقطه تون روی دایره باشه که دیگه فاصله صفر میشه. اونی که به x و y نزدیک تره. آره اون که به x و y نه. بله. و فکر کنم اینجوری ضابطه خیلی سریع براش میتونیم پیدا بکنیم. چون آخه اون که نزدیکتر بودن هم یکم دنگوفنگی داره دیگه، نه؟ بخاطر دقیقه خواهیم دارید ثابت صریح بینید. حتی نهیدم خیلی مهم نیست بکنم ثابت صریح داشته باشیم، نه؟ این چیزی که تو ذهن من بود اینجوری بود که ما اونو احتمالا به صورت x به علاوه، یعنی نقطه x و y و با این نقطه x در نظر بگیریم، x به علاوه یه ضریبی از این برداره داریم در نظر میگیریم. درسته. که اون ضریبه رو میتونیم احتمالا بنویسیم x منهای fx تقسیم بر نرمش. x منهای fx تقسیم بر نرمش. که خب داریم که نرم x منهای fx، یعنی درست میگیم به نظرم. درست میگین، ولی این حتی مثلا یه چیزی تو مایه های هموار بودن هم حتی داره نشون میده. جس پیوسته این خور بالاتر رفت. آره خوب نیست که باشه، یعنی دارین ضعیف‌تر می‌کنین حکم اون وقت. ولی خب یعنی اینکه یکی از دوستان نوشتن که ممکنه پیوسته نشه، بخاطر این گفتم که پیوسته میشه. حالا به نظرم پیوسته که میشه. حالا ممکنه که یه کوچولو بعد یکم حواسمون جمع کنیم یه کارای دقیق‌تر بکنیم. ممکنه، ولی من تصورم اینه که پیوسته میشه. همین که من میگم همین که شما میگین. بله خیلی ممنونه. میگن که اگه نقطه در مرکز باشه، اگه نقطه x و y من در مرکز باشه، این در واقع خطاب بکنم به شماست که اون وقت چجوری میشه این نزدیکتر رو پیدا کرد و اینها. حالا به هر حال درباره این بحث کنیم. من فکر میکنم که اینی که میگن مشکل پیوستگی داره واقعا. ببینید الان نشونش همین مرکزه دیگه، یعنی اتفاقی که میفته اینه که تا یه مثلا به یه ور نزدیکه فاصله کمتر و کمتر میشه، بعد از یه جا به بعد اون نزدیکتر، اون وسط هم خب معلوم نیست به مساوی. آها درست میگی. آره آره. خیلی خوب. راحت هستی. این استدلال چیزیست.
مرسوم و اینها، بنابراین حتما ممکنه من یه جاشو بعد منتقل کرده باشم، هم میشه درستش کرد ولی و شاید به هزار جور مختلف. اما خیلی خوب، حالا اگر از فانکتور تا اینجا هیچ هر سوالی داشته باشین به من بگین که وقت خوبیه که من مکس کنم و سوال جواب بدم درباره فانکتورها و اگه چیزی جا نیفته دربارهشون و اینها، و بعد الان میخوام برم سراغ نچرال ترانسفورمیشن، بنابراین شاید وقت خوبی باشه که اگر چیزی هست دربارهش حرف بزنیم. خیلی خوب، پس فرض کنم که نیست. بیام پس برم سراغ این درس، این طرف، این هم همون شکلی که با هم دیدیم درسته، این هم همون ریمارکیست که حرف زدیم که مهمه که همین مورفیزم ها رو ببینیم و میرسیم به نچرال ترانسفورمیشن. خیلی خوب، حالا نچرال ترانسفورمیشن اصلا چی هست؟ من خود یه نوشن جدید تعریف کنم، فانکتور تعریف کردم، حالا میخوام یه نوشن جدید تعریف کنم برام نچرال ترانسفورمیشن. خب طبیعتا مثلا نوشن دیگه اول باید موتیویت کنم که ما اصلا چرا احتیاج داریم به یه نوشن دیگه. ببینین جورای مختلفه، من این جور کانسپچوال رو فعلا من به دو نحو مختلف سعی میکنم که راضی کنم شما رو که نچرال ترانسفورمیشن چیز مهمیه. توی اولی با همون فرمانی که تا الان اومدیم خیلی طبیعی رهنمون میشه ما رو به نچرال ترانسفورمیشن. چه فرمانی؟ اولا اینکه نچرال ترانسفورمیشن تکنیکلی یه همچین چیزیه که شما یک کاتگوری C دارین، یه دونه کاتگوری D هم دارین. خب بعد دو تا فانکتور ده سر تا یکسانا، هر دو از C به D هست. نچرال ترانسفورمیشن یه جور مپه بین فانکتورها، یعنی ما کاتگوری ها داریم، فانکتورهای بین اینها داریم، فانکتورها که سرعتشون یکسانه، یه مپه یه مرتبه بالاتر هم بین اینها داریم که میشه نچرال ترانسفورمیشن آلفا. خب البته این هیچی داره نمیگه، این فقط داره میگه که یه موجودی است که انگار سرش اف تاش چیه و تعریفی داره نمیگه، چیزی نمیگه، فقط میخوام یک جغرافیه داشته باشین که اینو کجا باید بذارین، اینو به مپ بین فانکتورها ببینید. حالا جزئیات برای اینکه بفهمم آلفا باید چی باشه، مپ طبیعی بین این دوتا چی باید باشه، باید ببینم که اف و جی رو چی تعبیر کردم. فانکتور رو اگه یادتون باشه هر فانکتور رو تعبیر کردم به یک مثلا وریبل آبجکت، درسته؟ وریبل آبجکت کجا؟ آب دی. یعنی فرض کردم یه آبجکتی هست رو دی، این داره راه میره. خب اون ساختمان زمانی که روش راه میرم سیه، درست شد؟ بنابراین اون تصور من اینه که این اگر سیه مثلا، این ساختمان زمان، اینام نحوه تبدیل شدن نقطه های زمان به همن، و بعد فانکتور من چیکار میکنه؟ به هر نقطه ای یه شی نسبت میده اینجا تو دی، درسته؟ که هست F اون یارو شیعه، مثلا اگر A اینجا F Aه، که من اینو میخونم object من، D object من در لحظه A و بعد در لحظه B، درسته؟ باید همه لحظه ها رو بگم این بند خدا کجاست و طبیعتا به انهای مختلفی که این طرف تبدیل میشه من باید بهش احترامم بذارم. یعنی که باید بگم که اگه زمان اینجوری رشد میکنه و اونجوری رشد میکنه و اینا، انواع مختلف رشد کردنش رو مثلا، زمانی مفهوم خیلی ابسترکتی چیز بگیرین یا دوست ندارین پارامتر بگیرینش، بگین که این در واقع داره با یه چیزی پارامتری میشه، اون پارامتر خودش تغییر میکنه. خب برای فانکتور یک شیء است که وریبل و وریبل حالا میشه اوور زمان باشه یا اوور مثلا چیز باشه، یه پارامتری باشه که اون خود پارامتره اما چیز نیست، پارامتر گسسته مثلا نقطه نقطه نیست، پارامتر خودش مپ هست بین نقطه های مختلف پارامتر، تبدیل های مختلفی ممکنه که اون شی پارامتری من داشته باشه. خب این که من اینو variable object of d ببینم در واقع کمک میکنه که من میتونم ببینم که این همون object d است، حالا تکون بخوره، بنابراین هر وقت که میخوام ببینم باید چیکار کنم یه لحظه در لحظه سکونش رو در نظر میگیرم، اسنپ شرط مربوطه رو در هر
A مثلا میگیرم و بعد میگم حالا باید چیکار کنم. خب این کمکش اینه بلاس شهودی. حالا من اگر دو تا فانکتور داشته باشم، یعنی دو تا وریبل آبجکت، خب یه وریبل آبجکت مثلا F، چه میدونم این نقطه F، یه وریبل آبجکت دیگه هم G دارم. خب چیکار میخوام بکنم؟ میخوام ببینم که F رو به G چجوری باید تبدیل کنی، چجوری، یعنی چی یه مپ دارم از یه وریبل آبجکت به یه وریبل آبجکت دیگه. خب بدیهی است که یه مپ از یه وریبل آبجکت به یه وریبل آبجکت دیگه مپی است که در هر لحظه زمان میگه که اسنپشات مربوطه چجوری تغییر کنه دیگه. نه یعنی مثلا یه چیز دارین که تو زمان داره غیر میده، بزرگ کوچیک میشه، یک چیز دیگه هم دارین. خب میخوام ببینم اینو به این تبدیل کنین. ابلهانه ترین کاری که میتونین بکنین که لحظه به لحظه بگین چی تبدیل کنین. فعلا حتما باید این کارو بکنین دیگه. من انتظار دارم که آلفای من هر چی هست بتونه این کار رو انجام بده که A رو به عنوان آبجکت توی C بخونه. خب و بعد بگه که نتیجه F A رو چجوری به نتیجه G A تبدیل کنیم. خب دو تای اینا کجا هم توی D هن، آبجکت های D هن. این یارو مپ هم طبیعتا این مپ D هن. خب یعنی روشن دارم چی میگم دیگه، فکر کنم دیگه بیشتر نخواد توضیح بدم این. اما حالا همینجوری بیخواد دل بخواهی یا طبیعیه که نه دیگه، برای اینکه قراره که اگه مثلا اون موقع زمان قبلا داشتیم که وریبل ست رو دیدیم و همین حرفا رو اون موقع هم زدیم یادتون باشه، حالا داریم یکم ابستراکت‌تر همونا رو میگیم. مثلا اگه یه همچین چیزی بود، این زمانی بود که این اف بود که داشت تغییر میکرد طرف در یک زمان دو موضعی، اگر من دو تا خب حالا این ادامه همون بحث نقطه و این هاست که اون یارو آره رو چی باید بگیریم، حالا من بعدا نگاه کنم، ولی شما میتونید با هم دعواتون رو بکنین. عرضم به حضورتون که داشتم میگفتم، فرض کنین که مثلا دو نقطه در زمان دارین، نقطه زمان خیلی خنگی دارین، یه دو نقطه یه مپم بینش. خب رو اون دو نقطه ست یا یه آبجکت تو دی، مثلا اصلا بزن جنرال یه آبجکت تو دی ببینین حرکت میکنین، یعنی یه آبجکت اینجاست مثلا دی صفره، اینم دی یکه که تکون میخوره، این ورم یه دی پریم صفر داریم و دی پریم یک مثلا. نه خب الان تا الان حرفی که من دارم میزنم به شما اینه که خب به لحظه صفر به هر آبجکتی یه مپ بدین که اینم آلفا صفره اینم آلفا یک به هر لحظه بدین، اما دل بخواه ندین دیگه. درسته؟ چرا دل بخواه نباید باشه؟ به خاطر اینکه این تبدیلا باید به تغییر زمان هم احترام بذارن. شما دو تا آبجکت داشتین، یه آبجکت اینجا دارین، یه آبجکت اینجا، این در لحظه صفر، این در لحظه یک. خب بلدین اینو تبدیل کنین، اینجا بلدین تبدیل کنین، ولی این دو تا تبدیل باید با هم کوهرنتلی ارتباط داشته باشن. به این معنی که اگه یه چیزی اینجا راه افتاد تغییر کرد در زمان و بعد شما تبدیلش کردین، یا اول تبدیلش کنین بعد در زمان تغییر کنه، نباید تغییر کنه دیگه. یعنی شما به تغییر زمان دارین احترام میذارین. این رو الان تو این شکل جنرالش بعد چطور بگم؟ اینطور میشه که پس تا اینجا به هر A یه آلفا F A به G A یه مپ نسبت بدیم، به طوری که به تغییر زمان احترام بذاریم. تغییر زمان دیگه چه زهرماریه؟ تغییر زمان هست یه مپ از A به B، کجا؟ تو C، به ازای هر F تو C شما این دوتا قصه رو دارید، یه F A داریم و یه اف بی، این در اسنپ شات های مختلفی داره اون وریبل آبجکت رو نگاه میکنه. اف اف هم میگه که چجوری تغییرش بدین تحت اون زمان. همین کار رو با جی هم میکنیم دیگه. نه میگیم که در لحظه ای و در لحظه بی ببینید که اف، ببینید که جی کجا میره و چگونه تغییر میکنه. خب اینم آلفای ای که میگه در لحظه ای چجوری اف اون شیء متغیری که فیکس شده در لحظه A رو چجوری تبدیل کنید، همینطور در لحظه B چجوری تغییر بدید. میگه که این باید جا به جا بشه. این کل نمودار کجا زندگی میکنه؟ تو D. خب این طرف از C میاد، این در Cه و بعد این تبدیل ها رو که بکنیم این در Dه و این در D باید همه چی جا به جا بشه. خب پس تعریف Natural Transformation اینه. Natural Transformation اگر شما دو تا فانکتور داشته باشید F و G، خب
هر دو از یک سی میرن به یه دی که دو تا کاتگوری سرتای یکسان. آلفا از اف با دابل ارام نشونش میدم به جی، لزومی نداره میشه با یه ارام نشونش داد ولی من عمدن با دابل ارام نشونش میدم برای اهداف. و اگه قرار بود شکلم بکشیم همین شکلم میکشیم که قبلا دیدیم با هم، که این اف این جیه درسته، یه دونه از اینا میکشم اینو میذارم اسمش آلفا. خب بعد طبق تعریف هست هر نشال ترانسفورمیشن یه اساینمنتی که به هر آبجکت توی A، خب همینطور که این بالا این گوشه سمت چپ دارم، به هر آبجکت توی A یه مپ از F A به G A نسبت بده، به طوری که هر مربع این شکلی به ازای هر F توی C جا به جا بشه. یکم به نظر سنگین و اینا میاد نه؟ ولی شما میتونید این رو اگه بخواین مثلا بخونین به این که اگه اولین بار دیده باشینش، وقتی من میگم برید نشال ترانسفورمیشن وردارین بیارین، یا خودتون یه چیزی میخواین چک کنین نشال، یکم آدم گیج میشه که یا خدا یک زیاد بود دیتاش، آدم همش نگران یه جاش گم میکنه اینا. برای اینکه آسون کنم کارتون رو، اینه که شما وقتی دارین از F به G نشال ترانسفورمیشن میدین، از F A به G A یه مپ بدین به جاش. خب منتها این A تون یه A فیکسی نیست، این برای هر A باید تون این کار بکنی، درسته؟ انگار F و G رو تو تابه ببینید، و وقتی مثلا میخوام بگم یه تابه یه تابه دیگه کوچیکتره، باید بگم در همه نقطه ها کوچیکتره، و من A X انگار F X کمتر از G X مثلا. اینجا هم شما باید بگین از F X X وریه X دلخواه به G X یه مپ میدم برای هر X، اما حواستون باشه که این باید به تغییرات X احترام بذاره. خب که این یعنی که این مربع شد. برای این گاهی اصلا نچرال ترانسفورمیشن رو عمدن اینجوری می نویسن، مثلا F و G رو به شما دادن، بعد شما به جای اینکه بنویسید مثلا آلفا از F فلان میره به چه میدونم مثلا F رو اینجوری میدن به شما، میگن F آف یه چیزیه، خب بعد شما اینطور می نویسین دیگه نچرال ترانسفورمیشن هایی که بخواین درست بنویسین، می نویسین آلفا. گاهی این کار رو نمی کنن، میگن که اصلا همون جوری با وریبل میدن، به جای اینکه مثلا شبیه اینه که به جای اینکه درباره فانکشن اف حرف بزنی درباره اف ایکس حرف بزنی، ولی حواس مش ایکس وریبل، اینطوری که میگن که اف اصلا یه مپ بدین از اف ایکس به جی ایکس طبیعتا تو دی، و ایکس رو هم اینجوری میذارم که یعنی برای هر ایکس بدین، و بعد برای اینکه تحقیق کرده باشن این نچرال، میگن این آلفا ایکس ایز نچرال این ایکس، در ایکس نچرال، که منظورشون اینه که x رو به عنوان وریبل بگیرین، میشه همینا رو برگردین بگین fx در واقع f خط تیره است، gm همینطور، آلفا فلان. دارم تاکید میکنم اینا دیگه جزء تعریف نیست، جزء رهیافتای مختلف فهم دیدن امور آسان تر کردنشه، که در خیلی از اوقات به جای اینکه یکم زیادی ابسترکت به نظر میاد، همون یه مپو بدین از fx به gx، متواستون باشه که مپ مسخره دلبخواه ندین، این نچرال باشه در x، که یعنی اون یارو مربع جا به جا بشه. حالا از این بعد مثال ببینیم و اینها، تا یکم دستمون بیاد که این چیه. من به نظرم میاد که الان بهتره که به جای اینکه این تعریف هم اینجا داریم، به جای اینکه این بحث رو یه فلسفیکال نوت دیگه هم اینجا دارم، به جای اینکه این بحث رو ادامه بدم، شاید بعد نباشه یه مثال اول ببینیم با هم، خب بعد من بعد یکی دو تا مثال برمیگردم میگم که یک جد دیگه هم مفهوم نشرال ترانسفورمیشن داره که اون جد واقعی تاریخیشه، درباره اون حرف بزنیم هم فکر خوبی. اما بزنین یکی دو تا مثال واقعی ببینیم با هم. مثلا الان یکم زیاد میچسبیم به جزئیات و تاتی تاتی با چیز را میریم، برای اینکه اولین باری که داریم میبینیم این نوشن. خب من الان میخوام یه نشرال ترانسفورمیشن تعریف کنم، بعد دو تا فانکتور به شما بدم، اصلا مثلا الان میخوام بزنم، بعد دو تا فانکتور بدم اول دیگه، نه دو تا فانکتور باید بدم، و بعد از اون دو تا فانکتورم یه نشرال ترانسفورمیشن بینشون بگم. خب اول بعد دو تا کاتگوری بگم پس، که بعد دو تا فانکتور بینش بگم، همه اینا رو باید بگم. خب دو تا کاتگوری مو بگیر، ست کاتگوری دلبخت دوست داشتنی ماست که همیشه باهاش زندگی میکنیم، نه دو تا کاتگوری مو بگیر، ست ست
دو تا فانکتورامو بگیر، آیدنتیتی مثلا، خب آیدنتیتی ست اگه بخوام تعریف کنم، آیدنتیتی کی، حالا خیلی مهم نی، و اینو دیدیم قبلا فانکتور دیگه. یه فانکتور دیگه هم بگم، فانکتور دیگه هم هست پی. پی رو یادتونه چی کار میکرد؟ پی شیء ایکس رو مثلا میگرفت میفرستاد به ایکس که سته، میفرستاد به پی ایکس که مجموعه همه زیر مجموعه ایکسه، و پی اف هم اگه خاطرتون باشه که از پی ایکس هست به پی وای، اینطور تعریف میشد که ایمیج بگیر، یعنی پی اف یک عضو این که یک زیر مجموعه مثلا و یو از ایکسه، نمیدونم حالا چی، این رو ایمیجش رو بگیر که میشه زیر مجموعه در وای، درسته؟ این فانکتور بود، اینو دیدیم از اون مثال اول فانکتور ما بود. حالا بین دو تا فانکتور هم من میخوام یه نچرال ترانسفورمیشن بزنم، یه مثلا نچرال ترانسفورمیشن اسمش هم چه میدونم اس. خب چیکار باید بکنم؟ همه اونا رو باید یک یکی به ازای هر عضو سی، سی اینجا ست، پس به ازای هر ست، به ازای هر آبجکت این بر یک اساینمنت یه که به ازای هر یه دونه اینا یک مپ میده از اف این به اف این، که یعنی از آیدی x میره به p x، پس باید از x بره به p x به طوری که این دیتا هست، به طوری که فلان، یه پراپرتی هم باید داشته باشه که مربع است. خب حالا من میخوام از همین اول شروع کنیم که اینو اینجوری خیلی چیز نگاه نکنیم، اینطوری ماشینی نگاه نکن. گفتم یه بار که اگر من به شما دوتا فانکتور دادم، اینا رو یه اینستنس تو x بذارید براش، خب یعنی بالایی رو بخونید آیدنتیتی که این همون x، پایینی رو بخونید فقط در حد آبجکت ببینینش فعلا، دومین هم بخونید پی ایکس، بعد میگه از ایکس برو به پی ایکس، خب به طوری که یه ویژگی بعد. خب پس من الان از ایکس دلخواه باید برم به پی ایکس، به جای اینکه از آیدنتیتی برم به پی، از ایکس میرم به پی ایکس، من تو برای ایکس دلخواه چجوری برم؟ یه کار نچرال اینجا هست، این نچرال هم واقعا نچرال ترانسفورمیشن ربطی به اون نچرال بودن کار هم داره، تو اون قیدی که میخوام حرف بزنم دربارش براز فلسفی هم بعدن اشاره میکنم، ولی الان فعلا شما این دوتا یکی یکسان هم بگیرید باشه که با هم، یعنی کار نچرالی بکنید، کار عجب غریبی نکنید، کار طبیعی بکنید. کار طبیعی که آدم میتونه بکنه چیه؟ من به شما یه عضو بدم، چجوری زیر مجموعه از این میسازیم؟ یک کار طبیعی که میشه کرد اینه که تک عضو بشو میدین دیگه، یعنی سینگلتون مربوطه رو میدین، این اس ایکس اندیس ایکس هم میذارم، چون این اس میدونین که برای هر ایکسی، برای هر آبجکت یه چیزی بده، هم آلفا ایکس. خب اس ایکس چه کار میکنه؟ این تک عضو ایکس رو میگیره، خب سینگلتونش رو میده دیگه، چیکار کنه؟ خب به نظر چیز بدی نمیاد، این به نظر طبیعی میاد. حالا باید چک کنیم اون شرط احترام گذاشتن رو دار. شرط احترام گذاشتن چیه؟ اینطوره که برای اینکه هی دوباره برنگردیم اون تعریف، رو دو تا اینستنس مختلف اپلایش کنین استتون رو، یعنی سریع بنویسین x میره به پی x، y میره به پی y، دو جای مختلف دارین همون کار میکنین، یه جا خب اس x رو اپلای میکنین، اس y رو، ولی همان کار دیگه، سینگلتون بگیریمه. خب حالا باید هر مپی که من توی ست از x به y میره، که اینجا تحت تاثیر فانکتور آیدنتیتی میشه هنوز خودش، و اینجا هم پی اف، این یارو باید جابجا بشه. خب به نی اتفاقی که این خود اف اینجا میشینه، این باید اثر این فانکتور بالایی روی اف باشه که از قضا آیدنتیتی اینجا. خب این باید جابجا بشه، یعنی من از x را بیفتم اف بگیرم بعد سینگلتون بگیرم، میشه چی نتیجم؟ یه ایکس کوچولو اینجا را بیفتم اینو اف بگیرم ازش، میشه اف ایکس، درسته؟ بعد از این ور بیام چی میگیرم؟ میگیرم سینگلتون اف ایکس، درسته؟ حالا از اون ور بیام، از اون ور بیام میگه سینگلتون اول بگیر بعد پی اف رو اپلای کن. پی اف رو من دو دقیقه پیش گفتم که چیه، اینه که ایمیج اف رو بگیریم. خب ایمیج این تک عضویه اینه که اف همه اعضاش رو بگیرین، که این اف ایکس رو بگیرین، هم تک عضوی میشه. به از هر دو ور بیام میچسی میشه. این نموداره تو ست، این ست این ور، البته ست سمت چپ و جابجا هم میشه. بنابراین این مپ من یه نشرال ترانسفورمیشن بین از آیدنتیتی به پاور ست. خب یه مثال دیگه ببینیم. این دیگه هم
همینجا یه ذره مزه کاتگوری توری میبینید که این به در سوخت مداومن بدتر و بدتر میشه به لحاظ ابستراکشن. هی به نظر میاد که هی داره هیچ تهی برای این متصور نیست، هر یه گام هم که میره بالاتر گیجتر میشه انسان، هی شهودش رو بیشتر. وقتی من اول از کاتگوری حرف میزنم همه اگه ندیده باشین اینجوری که آره خب این هم یه چیزی یکم خنگتر از مونوئید مثلا. بعد فانکتور که میگم که اینجوری که ای بابا تابعی که هم مورف میبرم چیه که آدم گیج میشه، ولی خب باش اینم عادت میکنه. بعد نچرال که میگه این دیگه واقعا دیگه داره اذیت میکنه، هی بدتر اینها میشه و این بدتر شدنش ادامه خواهد داشت. به شرط f x مساوی y درسته؟ نه به هیچ شرطی دیگه، یعنی چی f x مساوی y؟ ببینین این من از درسته که از این وای هر y رو بگیرم تکازوی y تحویل میدم خب، ولی الان قراره که این دوتا رو با هم ترکیب کنم، بنابراین یه x گرفتم f x رو گرفتم، اون f x رو ازش سینگلتون گرفتم که عین اینه که اول سینگلتون بگیرم بعد ایمیج بگیرم ازش، یعنی برای هر وای دلخواه که نمیگم دیگه. در واقع من میخوام چک کنم ترکیب این دوتا با این ترکیب این دوتا مساوی، برای این ترکیب این رو این فقط برای مهمه. حالا یه مثال دیگه، یک مثال دیگه، چون خودم هم یادم نیم مثالامو باید بیام جنه باید. ها تو همه این مثال ها این شکل هم حوصله کردم کشیدم که خوبه که اگر مستقلا خواستین ببینین اینها با جزئیات‌تر به جزئیات‌تر بخونین، که این همون شکل حالا برای A و B شه که دیدین، این برم هر نقطه ای را به کجا میفرستد و بعد به کجا میفرستد شکل نقطه ایشه که بعد آسان تر بکنم. حالا یکی دیگه، یکی دیگه دوباره از اول باید دوتا کتگوری معرفی کنم، دوتا فانکتور بین همون دوتا و بعد یه نشرال تنشور. خب دوتا فانکتور دوتا کتگوری دوباره ست، این برم ست دوتا فانکتور یکیش باشه آیدنتیتی بود یادم، ولیش دوباره آیدنتیتی بود بله، ولی این دفعه پی پی اونوری، این رو بگیرم آیدنتیتی دوباره، این یکی رو بگیرید پی این دوباره حالا. این طرف قبلا با پی بار نشون میدادیم، الان نوتیشنم عوض کردم و کانسیستنتلی هم همین نگه خواهم داشت. این پی سرکل بالاش در واقع چون پاور سریاتون باشه دوتا بود، یکی صافکی میرفتی که برعکس اونی که الان بالاتر دیدیم از ست به ست بود، این یکی چون جهت رو برعکس میکنه از ست اپوزیت یا از ست به ست اپوزیت حالا بستگی داره که کدوم دوست دارین، که چیکار میکرد که آبجکت رو میورد به هم پاور ست اما مورف رو اینورس ایمیج میگرفت ازش. درسته؟ و وقتی شما مورف اینورس ایمیج میگیرین اف اگر از ایکس به وای باشه اینورس ایمیج از برعکس میره، بنابراین باید تو ست اپوزیت. خب حالا برای اینکه من از ست برم به ست باید دو تا از اینا بگیرم که دو تا پشت هم که بگیرم اپوزیت همو خنثا میکنه، یه راست از ست میرم به ست. خب یکم من به نظر پیچیده میاد، مثلا آدم همه اول فکر میکنه که خب پس این الان آبجکت رو میدونم کجا میبره، میره به پاور ست اف پاور ست اف ایکس، این ساده است. ولی مورف رو کجا میبره؟ مورف رو میبره به پاور ست، یعنی اف وارون وارون، ولی حواستون باشه که یک وارون رو اف یه وارون دیگه روی اف وارون به عنوان یک تابع است، یعنی مثلا اف وارون وارون اف نمیشه، یه چیز پیچیده‌تر میشه. حالا باید ببین، ولی خب الان من میخوام به حال بین این دوتا یه نشرال ترانسفورمیشن بدم. این نشرال ترانسفورمیشن هم اسمش رو اینجا ببینم چی گذاشتم، همون بذارم چی گذاشتم، گذاشتم آی. خوبم گذاشتم چون یه جور اینکلوژن هم هست. خب چیکار کنم؟ دوباره به ازای هر آبجکت اینور باید یک مپی بدیم از اثر این به اثر اون، یا به جای اینکه این دو تا فانکتور رو بنویس من تو اپلای کن روی ایکس دلخواه، آیدنتیتی روی ایکس میشه ایکس، این شیطان هم میشه پیه پیه ایکس، در حد آبجکت ببینید ایکس رو بفرستیم به پیه پیه ایکس با آی ایکس، بعد بعدن میریم چک میکنیم که اون یارو مربع هم میشه نه. خب این چیکار باید بکنم؟ دوباره طبیعی فکر کنیم، طبیعی فکر کنیم چیکار باید بکنیم؟ اگه من یه ایکس به شما بدم شما اینور باید چی بدین؟ اینور باید یه مجموعه بدین درسته؟ از زیر مجموعه های ایکس درسته؟ درست میگم؟
اینکه اشیاء من زیر مجموعه ایکسن یعنی اعضای پی ایکسن، اینکه کلش هم یه داری مجموعه من میدین یعنی یه عضوی توی پی ایکس میدین، درسته؟ این اگه باز کنین تعریفش میشه مجموعه ای از این مجموعه ایکس. خب به ایکس چی نسبت بده آدم عاقل؟ همه زیر مجموعه ها شاملش رو نسبت میدین، همه زیر مجموعه که شامل ایکسه ایکس رو میگیریم همه. به یه تعبیری دیتای زیر مجموعه اکیه مربوط است دیگه، یعنی شما یه المنت که دارین اگه بخواید المنت رو فراموش کنین به جاش میتونین بگین که خب همه سابست هایی که این رو دارن رو جمع کنین یه جا، این احتمالاً بعد تقریبی نیست از اون المنت. خب بعد حالا این باید نچرال باشه، نچرال یعنی تعریف دقیق داشت، نچرال یعنی ایکس باشه، یعنی چیکار کنین؟ یعنی دوبار بنویسینش دی پی ایکس، یه بارم با وای بنویسینش دی پی وای، درسته؟ بعد یه مپ از ایکس به وای بگیرین تو ست، اثرش رو هر دو طرف ببینین، اثر این از پی پی اون تو از این دوتا گردالی ها، این یکی هم از آیدنتیتی که یعنی خود اف، این اف این هم پی پی اف، درسته؟ برای هر اف. خب چک کنیم ببینیم اینا میرن به هم یا نه. منطقیه که برای اینکه یادم گیج میشه داره یکم ابستراکت اینا میشه، این پی پی اف رو حساب کنه. من حساب کردم قبلا برای شما اینجا، پی پی اف همیشه خدا اینطور چیزیه. پی پی اف از کجا میره؟ از زیر مجموعه های مجموعه از زیر مجموعه ها رو میگیره، بعد مجموعه از زیر مجموعه ها رو تحویل بده، این مجموعه رو تحویل میده، همه تی آی رو میگیره که اف منفی یک تی میفتن تو اس، اس یه زیر مجموعه از یه مجموعه از زیر مجموعه های ای، برای اینکه تبدیل به یه مجموعه از زیر مجموعه های بی باید این رو حساب کنه که یکم ابستراکت و یکم پیچیده اینا به نظر میاد که واقعا خیلی هم نیست. حالا من باید چک کنم که اگر این پی پی اف اینجا، این باید اگه از اینجا با ای بیام که میام به این، یعنی همه ای اونایی که ای داشتن طبق تعریف، این باید با این مپی که الان دیدیم بره به همه ای، اگه از این ور بیام اف ای، همه ای اونایی که اف ای رو دارن، یعنی مجموع همه اونایی که ای رو دارن بعد بره به مجموع همه اونایی که اف ای رو دارن، حالا یکی تو ای یکی تو بی. خب این تعریف رو اگه اینجا بنویسین ببینین که واقعا این میاد به این، خیلی واضحه. بعد بحثله کنین جزئیات بنویسین، خیلی چیز نیست ساده، این نباید چیزی بنویسین، یه خط باید بنویسین، توضیح دادن من بدتر میکنه به خاطر اینکه یه عالم چیزه این وسط. خب یکی دیگه و بعد نشرال شد دیگه، یکی دیگه این دفعه یکم عوض کنم ستینگمو، دوباره دو تا کاتگوری به من بدین و دو تا فانکتور با سرتای یکسان همون دو تا کاتگوری و بعد بگین که یه نشرال تنسبر میشه. دو تا کاتگوری بدم به شما، کاتگوری من این دفعه هست ست ضرب در ست. خب یادتونه ضرب دو تا کاتگوری چیکار میکرد؟ آبجکتاش میشه دو تای مرتبا، یعنی اینجا میشه دو تایی مرتب ست و ست، مورفا میشه دو تایی مرتب مورفا که اولی به اولی می دوم به دوم، خیلی چیز همونطور که انتظار میده خیلی خنگ و ایناست. از ست ضرب در ست به ست ضرب در ست. خب حالا چیکار کنم؟ نه asset data set به set data set این فانکتور اول در نظر بگیرید، فانکتور exchanges میشه. این کارش اینه که این دو فانکتور رو بنابراین باید تعریفش کنید رو آبجکت رو مور، رو آبجکت ها دو تا یه دو تای مرتب a و b میگیره b و a تعبیر میکنه. خب برعکس میکنه، جابجا میکنه. خب چیکار خاصی نمیکنه، یعنی این شیطون رو میبره به b و a، این داشته باشین این لازم داره. و مورف هم همین دیگه، مورف اف و جی رو هم تحویل میگیره، مورف اف و جی مورف این کاتگوری هست، یه دوتایی از مورف ها، درسته؟ این رو تحویل میده به جی و اف. خب باشه، حالا اون دوتا فانکتور هم رو میگه، دوتا فانکتور من از ست ضرب در ست خب میرن اینجوری باید دیگه هست دوتا باشه، بذاریم من پاک کنم و بیارم. خب میریم به ست، درست شد؟ من از ست زرده ست میریم به ست. چجوری؟ یکیش هست پروداکت که عمدن اینجوری می نویسمش،
یعنی یه دوتایی رو میگیره زرد میکنه تو هم. فانکتوراش هم بلدین دیگه، بلدین که چیکار میکنه دیگه ها. دوتا سه تا زرد میکنه تو هم. بعد اگه دوتا مورفی دوتا سه تا میزی داشته باشیم، یه اف و جی داشته باشیم، اف و جی رو هم تو هم زرد میکنه دوتا مپو. که یعنی چی اف و جی رو تو هم زرد میکنه؟ یعنی که اف یعنی یه دوتایی که بخونین، اف اولی حساب میکنه، جی دومی هم حساب میکنه، میزه بغل هم همون کاری که باید بکنیم. یکی دیگر هم بگیرین همین ضربه، خب اما قبل از ضربه این اکسچنج هم اپلای کنین. یعنی در واقع دارم میگم که تو سه تا بگیریم برعکس تو هم ضرب کنین، دو تا مپو بگیریم برعکس تو هم ضرب کنین، یه بار برعکس کنین و ضرب کنین. خب میخوام از این به این یه نشنال ترانسفورمیشن بدم. نشنال ترانسفورمیشن هم اسمش رو چی گذاشتم؟ گذاشتم باز اس، احتمالاً برای اینکه این درباره سیمتری و اینها حرف میزنه. نه خب حالا چجوری نشنال ترانسفورمیشن بدیم؟ این دفعه باید هر آبجکت طرف اول رو بخونیم، چون این پارامتر ماست دیگه، و به ازای اون یه دونه نسبت بدیم، یه مپ نسبت بدیم. این دفعه تو ست که دومی به این شکل که به ازای هر آبجکت این، که یعنی یه دوتای مرتب A و مثلا X و Y بذارم، حالا که همه X و Y بذاشتم تا اینجا، یه X و Y در نظر بگیریم. به ازای هر X و Y من باید یه چیزی بنویسم، یه S X و Y بنویسم، نه؟ که از کجا باید بره؟ که باید اپلای بشه روی مقادیر اینا، یعنی از ضرب X و Y باید بره به ضرب برعکس X و Y. Y زد دارید. خب یه انتخاب نشرال اینجا هست دیگه، چیه؟ جا به جا کن X و Y دوتایی رو بگی جا به جا کن. اینه دیگه، به اون یه تابه از این بین، یه مپ تو ست. از کجا معلوم نچراله؟ دو تا از این دا بنویسیم، مثلا Z زب در W، این برم W زب در Z. خب این را هم بذارید S Z W، درسته؟ حالا اینجا دیگه شبیه اون قدیم که همش آیدنتیتی بود نیست، خدا رو شکر یکم پیچیده تره. اینجا باید چی باشه؟ باید یه مورف دلخواه باشه، درسته؟ از اینجا مورف دلخواه که از اینجا آمده باشه. مورف دلخواه اینجا یعنی دوتای اف و جی که اگه ضرب روش اپلای شده باشه میشه اف ضرب در جی، و اگه برعکس اپلای شده باشه میشه جی ضرب در اف. درست؟ این توجه دارین دیگه، این دوتا هستن اپلیکیشن دوتا فانکتورهای بالا و پایین روی دوتایی اف و جی. خب حالا آیا این میچرخه این نمودار؟ خب ببینم چیکار میکنه نمودارم. یه دوتایی میگیره جاشو برعکس میکنه، بعد از اولی جی میگیره از دومی اف. خب اینه که از اولی اف رو بگیر از دومی جی، یعنی فلان، بعد برعکسشون کن، یه کارن دیگه. در نتیجه این طرف این جا به جا کردن نچرال. خب خیلی خوب، بریم به نظرم الان دیگه بنظر کافی فعلا چند تا مثال دیدیم، اون حرف فلسفیمون رو بزنیم که یکم هم حال استراحت داشته باشه. حالا من چند تا مثال دادم، حالا میخوام یه موتیویشن فلسفی براتون بگم درباره نشرال ترانسفورمیشن. ببین موتیویشن بگو چرا از وسط آوردینو، حداقل اگه یه جا بذار که مردم تام اولشو بخونه. تا الان گفتم نشرال ترانسفورمیشن به طور طبیعی اگه دوتا فانکتور به عنوان وریبل آبجکت ببینین، یا آبجکتی که مثلا وریبل اوور تایم اور وریبل هست اوور یه پارامتری که پارامتر خودش اِوالو میکنه و تغییر میکنه، اون وقت نشرال ترانسفورمیشن یک انتخاب خیلی خیلی طبیعیه به عنوان دوتا، به عنوان یه مپی بین این بین دوتا وریبل. اصلا ما قبلا اینا رو دیدیم یادتون باشه، شاید اصلا خوب باشه که این قبل از این که این حرف شروع کنم هم بگم که به عنوان نمونه یادتون باشه، ما اینا رو دیدیم. اصلا وریبل ست رو یادتونه؟ وریبل ست من گفتم که یک مپ هست که توی ست در واقع زندگی میکنه، که بعد من اینو اینجوری میخونم که یک ستیست که در دو لحظه از زمان تغییر میکنه. خب بعدن دیدیم که بنابراین وریبل ست در واقع هیچ چیزی نیست جز یه فانکتور از این دیگه،
این کاتگوری رو در نظر بگیریم، به این کاتگوری میگفتیم دو، درسته؟ کاتگوری که همین یه مورف داره، دو تا مورف هم آیدنتیتی هم داره که برامون مهم نیم. هر فانکتوری از این کاتگوری دو، درسته؟ به ست بود یه وریبل ست، با اون معنی که قبلا گفت. برای اینکه یه فانکتور اینجا در واقع دو تا ست به شما میده، یعنی آبجکت به آبجکت، آبجکت به آبجکت، و بعد یه مپ هم میده، یعنی تابه میده، و من کلش یک تابه از بین دو تا ست. خب بعد دو تا از اینا رو در نظر بگیرین، دو تا وریبل ست با ما دو تا فانکتور میشن دیگه. خب که مثلا اولی f دومی. بعد یه نچرال ترانسفورمیشن داریم که الان تعریف کردیم، میدونیم یعنی چی، بنویسیمش معنیش رو میدونیم. یکی هم به عنوان وقتی دو تا وریبل ست داشتیم، یه معنی نچرال ترانسفورمیشن قبلا نشسته باشیم، نگفتید نچرال ترانسفورمیشن به عنوان مورف طبیعی بین دو تا وریبل ست گفته بودیم. حالا اگه وریبل ست رو به عنوان فانکتور ببینید، طبیعی مورفای بین وریبل ست هایی که قبلا دیدیم که به نظر طبیعی، هم واقعا نچرال ترانسفورمیشن های بین دو تا فانکتور باشن که هستن. اصلا اون شرطی که اونجا گفتیم رو الان تعمیم دادیم، درسته؟ یعنی شما این رو باید به جا بیارین، میگه من همونجا دیدم قبلا. همینطور برای اون کاتگوری، برای چند تا کاتگوری دیگه هم دیدیم، مثلا کاتگوری داینامیکال اسپیس، اگه یادتون باشه هر داینامیکال اسپیس در واقع بعدن معلوم شد که اگر این دی کاتگوری باشه، ابستراکت یک نود، یه مورف غیر آیدنتیتی روش، دیدیم که اگه مثلا اسمی بزنیم سی، هر فانکتوری از سی به ست در واقع یک داینامیکال اسپیسی که قبلا دیدیم که داینامیکال اسپیس بود یه ایکس با یه تابع روش، درسته؟ میبینین دیگه این طرف هیچی نیست جز یه فانکتور از اون کاتگوری خنگ یک نقطه‌ای به ست، که کافی به نقطه ست به این یه مپ نسبت. دو تا از اینا اگه داشتیم یادتون باشه، میتونیم بریم ببینیم که اون تعریف ما از مپ بین دو تا داینامیکال اسپیس الان هیچی نیست جز یک نچرال ترانسفورمیشن، اصلا همون مربع است واقعا. یا یکم حالا این یکم به نظر کانکرت شاید نباشه، یک مثال کانکرت دیگه هم یادتون باشه داشتیم، کاتگوری گرافا بود. بعدن که فانکتور گفتیم، گفتیم که یک کاتگوری گراف در واقع اینه، اگر این کاتگوری رو مثلا اسمشو بذارید چه میدونم دی، هر گراف در واقع هست، گراف هم منظورم یک کویوره، هر کویور شاید بگم بهتره، هر کویور هست یه فانکتور از دی به ست. اینو قبلا دیدیم. چرا؟ برای اینکه فانکتور از دی به ست یعنی دو تا نقطه ها رو، دو تا نقطه های ابستراکت رو بفرست به دو تا ست، یه ریالیزیشن دیگه با دو تا مپ بینش، که مپ اج و مپ، یعنی سر اج و ته اج، این اولی میشه اج، دومی میشه ورتیس، این دو تا مپ هم تعبیر میشن به سر و ته، درسته؟ این یادتونه. بعد ما مپ بین تا گراف داشتیم که بود در واقع یه مپ بین ورتیسا و یال ها که به این سرعت احترام بذاره. اون اگه بنویسین میبینین که دقیقا میشه نشرال ترانسفورمیشن اینجا. اون بازم اگه یادتون باشه یه مربعی بود که باید جا به جا میشد. اونم همین میشه این. یعنی اگه F و G رو دو تا فانکتور بگیرین که دارن برای ما به شکل فانکتوری نگاه میکنیم به دو تا گراف، دو تا یه مپ طبیعی بین دو تا کویور بین دو تا گراف هیچی نیست جز یه نچرال ترانسفورمیشن. خب این دارم سعی میکنم بگم این مربع نچرال ترانسفورمیشن تو دایره، مربع نچرال ترانسفورمیشن یک میلیون بار قبلا دیدیم، و از همون یک میلیون بار قبلا دیدنمون که من اینا رو به عنوان وریبل، به عنوان پارامتر، به عنوان شکل طبیعی که مربع چیز طبیعی که باید باشه، در واقع مطلب رو جنرالایز کردم به حالت دلخواهی که دو تا فانکتور داریم از سی به دی، و گفتم اون رو به عنوان وریبل آبجکت در دی بخونین و همون حرفا رو دوباره بزنید. حالا میخوام یه حرف دیگه ای بزنم که یه کوچیک به نظر متفاوت، یک جاستیفیکیشن دیگه ای برای این تعریف نشنال ترانسفورمیشن بدم که به لحاظ تاریخی این درست‌تره، به این معنی که اصلا این اولین بار وقتی که در کاتگوری تئوری درست شده توسط مکلین و آیلنبرگ، اونا در مقاله اول کنم از 1942-3 توضیح میدن که اصلا، حتی بعدن میگه بکنم اینو مکلین، ولی همونجا هم کاملا روشنه که موتیو اصلی اینه که بفهمن نچرال ترانسفورمیشن چیه، و بعد مجبور میشن به خاطر اون فانکتور تعریف کنن. خب چون باید این بین دو تا چیزی باشه، باید فانکتور برای کاتگوری تعریف کنن، یعنی کاتگوری مهم نیست اصلا براشون تو اولین کار.
حرکت کردن برای اینکه برسن به نچرال ترانسفورمیشن. حالا چرا؟ چون میخوان نچرال بودن رو به یه معنی خوبی فرمال کن. خب و الان من میخوام از اون منظر وارد بشم که فرض کنید که میخوام یه معنی خوبی از نچرال بودن داشته باشین و بعد یکم دربارش حرف بزنین که یعنی چی و بعد دفاع کنین که این فرمالیزیشن حالا خیلی هم بد نیست برای اون نوش. اینطوری فکر کنین برای آیلنبرگ و مکلن اینطوره که اینا دو تا فانکتور رو طبیعتاً هر چیزی، هر تعبیری از نچرال ترانسفورمیشن و جاستیفیکیشن احتیاج داره به یک تعبیر و جاستیفیکیشن از فانکتور. اول فانکتور رو این دفعه به جای دوتا وریبل آبجکت به عنوان دوتا کانستراکشن متد ببینید، یعنی به عنوان مثل اون پایوان، مثل چیزهای دیگه که به عنوان موجوداتی که دارن سی رو به دی تبدیل میکنن، از داخل سی را میفتن، اشیا و مورفا اینا رو میگیرن، تکون میدن، شکلاش عوض میکنن، کارهای میکنن، دوتا چیز تحویل میدن، دوتا فانکشنن. فانکتور ما دو تا فانکشن ببینید که نه فقط موجودات پیچیده‌تری اپلای میشه، از جمله مورف و آبجکت. بعد دو تا کانستراکشن متد دارید. خب مثلا اون بالا شما میتونید ببینید که مثلا ما پای 0 و پای 1 دو تا کانستراکشن متده، هر دو جهان توپولوژیک رو به جهان ست تبدیل میکنه. خب حالا از خودتون میپرسین که کی دو تا کانستراکشن معادلن، با هم مساوین به معنی. خب یه جوابش خیلی جواب چیزیه ساده لوحانش اینه که بگین که خب هر وقت که مساوی باشن، واقعا یعنی روی آبجکت مساوی باشن، روی مورف مساوی باشن. خیلی سختگیرانه است دیگه، اینطور که ما زندگی نمی‌کنیم. باید یه جورا ایزومورف باشن به یه معنی، عین هم باشن. دو تا کانستراکشن. خب کی دو تا کانستراکشن با هم یکسانن؟ دست کم مینیمم شرایطی که باید داشته باشین منطقیه که بگین که دوتا کانستراکشن هر وقت که اپلای میشن با هم معادل باشن، یعنی F هر آبجکتی و G هر آبجکتی که بگیری به عنوان دوتا موجود توی D، اینا با هم ایزومورف باشن، یعنی یه ایزومورفیزمی بین اینا باشه. منطقیه دیگه. منتها دوباره بدیهیه که نباید این ایزومورفیزم دل بخواه باشه، یعنی برای هر آبجکت من نمیتونم یه ایزومورفیزم برای خودم بین اف ایکس، بین هر برای هر ایکس یه اف ایکس و جی ایکس هم نمیتونم با یه ایزومورفیزم دل خواه به هم وصل کنم. علتش هم اینه که قراره که اینا با هم دو تا کانستراکشن با هم یکسان باشن، نه با هم دو تا اساینمنت. خب قراره که با هم دو تا عمل یه عمل مشابه باشن. بنابراین اون اون یارو ایزومورفیزمایی که میدید باید یونیفرملی بدین، نه دل بخواه بدین، نه به عنوان دو تا متد، به عنوان یه متد بدین که این دوتا رو با هم یکسان کن، یه جوری بدین که ایکس رو به عنوان وریبل بخونه و یه کار رو همیشه بکنه، اگرچه بدیهیه که کارهای مختلفی باید بکنه به خاطر اینکه همیشه سرتای متفاوتی داره، یکی پیش اف ایکس بین اف ایکس و جی ایکس، یکی بین اف وای و جی وای، کارهای مختلفی اینا، بدیهیه که دو تا یکی نی، اما اساسا باید یکی باشه دیگه. یعنی اینکه یک متدی که حالا از قضا جای مختلف پیدا کرده، به تعبیر دیگه میخوام بگم که اون اف ایکس، اون مپه که بین اف ایکس و جی ایکس نیزومورفیزمه که مینویسین، باید به تعبیر از ایکس مستقل باشه، اگرچه وابسته است و بدیهی به ایکس، وابسته بودنش به ایکس بدیهی، اما باید یک سطحی از استقلال هم از ایکس داشته باشه، انگار چیزی که حالا یه وقت روی ایکس، یه وقت روی بیشتر از این میگن که باید روی اشیاء یکسان عمل کنه، حتما، اما بیشتر از این واقعا، یعنی علاوه بر اینکه اشیاء یکسان عمل میکنه، وقتی که ما اون داخل هم مثلا یک شی رو به یک شی دیگه تبدیل میکنیم، حالا یکسان هم نمیمونه، این تبدیله هم باید به اون تغییر احترام بذاره، نه فقط به ایزومورفیز، به تغییرهامون هم باید احترام بذاره. نه این یونیفرم تولید شدنش همون شرط نچرال بودنیه که مربع است که میگیم. خب یعنی اگه من اینو میخواستم مثلا الان فرمال بنویسم، باید میگفتم خیلی خب من نمیدونم، ولی اگه اف و جی دو تا کانستراکشنن، به ازای هر ایکس اولا باید یه ایزومورفیز مثلا بدید بین اف ایکس و جی ایکس، بیاین اسمشو بذاریم آلفا ایکس، دل بخواه ندین، یه جوری بدین که به تغییر دادن ایکس خیلی حساس نباشه، که یعنی اگر از این رفتم به این، وقتی ایکس رو تغییر دادن با اف اف طبیعتاً میرم دیگه، با ایکس رو به وای با یه افی تغییر دادم، این با اف اف تغییر میکنه، این با جی اف، این دوتا
این آلفای منم راه بیفته بره اونجا. که حالا اینی که میگن این حالتی است که اف اف، حالا اف مثلا ایزومورفیزم باشه، وقتی اف ایزومورفیزم باشه یعنی ایکس و وای یکی ان واقعا، آلفا هاشون هم باید یکی باشه در حد این تغییر کردن، درسته؟ ولی من میگم بیشتر از اینی که میگن، برای هر تبدیلی نه فقط برای ایزومورفیزم، اون هم همینطور، ولی برای هر برای این کاتگوری من دیتا من انقدر. خب اون وقت منطقیه که من بگم که اگه همچین آلفا یه ایزومورفیزمی باشه، که حالا میبینید که یکم سختگیرانه تر در باره ایزومورفیزم برای حرف میزنه، در باره یه مپ دلخواه، اون وقت میتونم بگم که اف و جی یکسان، درسته؟ یعنی دیگه حرف بی خود اینه اگه بگم اینا به از کانستراکشن متد یکسان هم. خب با دو متد یکسان. مثلا یکی ممکن الان از خودش بپرسه که الان با این کرایتریا هم شاید بشه رفت پرسید از خودتون که آقا پای صفر پای یک یکسانن، واضحه که نتیجه هاشون جای مختلفی مپار جورای مختلف، شاید یکی بودن، شاید دو تا بی خود دارین چیز میکنین، دو تا چیز جورای مختلف تعریف میکنین، ولی یکی. حالا چرا؟ برای اینکه یک عالم کانستراکشن متد پیدا شدن در ریاضی که همشون هولوش هومولوژی و اینها میچرخن، هوموتوپی شو مثلا ما با هم دیدیم، همین پایوان و اینهاست، و بعد واقعا سوال طبیعی که اینا رو کی بگیم اینا با هم یکسان، برای اینکه یک عالم تا مثلا پیدا شدن از این فاکتورها که اساسا بد جوری شبیه همن، فقط یکم غیر هر کدوم متفاوته، منطقی بود که دنبال یک کرایتریای باشیم که بگیم کی دو تا کانستراکشن متد یکسانه، که ما بدونیم که این همون آخه واقعا یا چی. از یه منظر دیگه هم در جبر، اگه شما جبر یک و اینا که پاس کرده باشین، دیدین که هی ما این سری کارهای واقعا طبیعی میکنیم، یعنی به این معنی طبیعی که مثلا به شما میگن که یه گروهی رو بگیرید فلان کار بکنین، اون کاری که میکنین بدیهی که به گروه وابسته است، چون دل بخواه که نیست تو این سری داری میکنین، اما قشنگ تشخیص میدین که اساسا استفاده خاصی از جی نمیکنین. مثلا این جی اگه به من اچ هم بدین، مثلا یه گروه ایزومورفش هم بدین، بلدین این کارو بکنین، این که حتما باید بلد باشین، به خاطر اینکه اگه نه دیگه حرفتون گروپ تئوریتیک نیست، دارین راجع به جی خاص حرف میزنین. اما بهتر اگه از جی بلد باشین مثلا تبدیل شین به یه اچی، هم بلدین این کارتون رو وردارین ببرین. خب کاملا متوجه این که این اسم احس کردین دیگه، که به شکل طبیعی به بدیهی ترین جوری که میشه خیلی از کارا رو میکنیم که خیلی به جی وابسته است، اما به نحو بیمزه. فرمال کردن این هم یکی از دیگه از موتیوهای این دو نفر بوده، و که بگن که کی این کاری که ما داریم میکنیم نچرال، کی این ارتباط بین دو تا کانستراکشن واقعا نچراله، یعنی مستقل تا حدی از انتخاب موجودی که کردیم، طبیعی که این کارو بکنیم. این نچرال ترانسفورمیشن اون رو به یه تعبیری کپچر میکنه. حالا میشه دربارش بحث کرد که آقا این خیلی کمه، باید بیشتر باشه، مثلا از به نظر میاد این شرط معقولی برای نچرال بودن، اما شاید کم باشه. خب اینا دیگه سه بحث فلسفیه و میشه درش دعوا کرد، اما توجهتون جلب میکنم که در اونجا که به کاتگوری مربوطه واقعا بیشتر از این هم خیلی نمیشه گفت، چون ما دیگه فقط تغییرات رو داریم، اون کاتگوری زمینه پارامتر اشیا داره تغییراتش دیگه، چیز دیگه که نداره، مگر اینکه بگیم که کاتگوری کمه برای کپچر کردن یک کانتکست و غیره، که خب از این بحثا میکنن و نوشن های بهتر و بهتری هم هست. اما نچرال بودن یه جوری خودشو ثابت کرده در تاریخ که خیلی خوب رفتار میکنه و اینها، بعد به لحاظ تاریخ، به لحاظ چیز پرکتیکال خیلی خوش رفتاری ترتمیزی از خودش نشون داد. حالا الان با این حرفی که من الان با این توجیهات که زدم، اگرچه این توجیهات من درباره خیلی ویژه درباره یکسان بودنه، اما خب میشه بعد یکسان بودن با این حالت خاص یه تبدیل گرفته، یعنی من بلد باشم، بهتره که به جای اینکه بلد باشم اف و جی ها رو یکسان با هم بکنم توسط یه یکسان سازی که مثلا این نچرال ایزومورفیزمه، بلد باشم نچرال ترانسفورمیشن بگم که بعد نچرال ایزومورفیزم بشه نچرال ترانسفورمیشنی که وارونم داره. بنابراین طبیعیه که من رفته باشم تو همون تعریفم نچرال ترانسفورمیشن اول تعریف کرده باشم. اما الان با این حرف من شما شاید یه حسی داشته باشین، یه حس احتمالاً خیلی مبهمی، که این مثالایی که ما زدیم هم نچرالن به یه معنی، به این معنی که وابستگیشون به انتخاب من کمه. خب بیاین اینجا مثلا این مثال اول من رو ببینین،
ببین تو مثال اول من دارم یک موجودی رو میفرستم به سینگلتونش. خب وقتی من یه موجودی رو میفرستم به سینگلتونش، این واضحه که به ای وابسته است، یعنی ایو میگیره اعضای اینو سینگل. اما این یه عملی است، عمل سینگلتون سازیه. خب که اگه اینجوری بگینش که خیلی منصفانه است، به نظر من ربط درست درمونی نداره به ای، یعنی ای عرضیه اینجا واقعا. خب به این تعبیر واقعا کار نچرالیست، ایندیپندنت از ای به یه معنی. به مشکل ما اینه که ما میخوایم شبیه همون مشکلی که جلسه اول حرف زدم، ریپرزنتیشن پرابلم. شما مثلا یه عالم چیز دارین که اساسا به هم تبدیل میشن یا حتی با هم یکسانن و اینها، و مجبوریم با ریپرزنتیشن ها که مثلا این ای و بی باشه اینجا کار کنین، رو اینا اپلای کنین متداتونو، چون اینا کانکرتن واقعیان. اما یه چیزی فرای این میخواین، میخواین بگین که آره من دارم رو هر ریپرزنتیشن رو هر کوردینیتی کار میکنم، اما اون کاری که من میکنم فرای این ورای این چیزه، این کوردینیت بازی و اینهاست. بنابراین مجبوریم بگین که خب تحت تغییر کردن مثلا کوردینیتاتون هم چه اتفاقی میفته، و باید به اونا احترام بذارین. وقت یه ماشین زیادی دارین حرف میزنین، اما اساسا میخوام بگین یک چیزیست که فرای این چیزه، این ریپرزنتیشنه. شبیه این اتفاق همینجا هم داره میفته. من خب برای سینگلتون کردم باید یه ست به من بدین که من اشیاش که وردارم که سینگلتون کنم، اما درباره سینگلتون سازی وقتی حرف میزنم باید یک سطحی از ایندیپندنس نسبت به ست زیرین رو داشته باشه که خب اینجا میبینین دار، یعنی میگه که ایندیپندنسش اینقدر که این ست رو اگر با یه تابعی هم منتقل کنید یه جا دیگه، اون سینگلتون سازیتون هم راه میره از بالا، اینجوری میبینین که اینجوری راه میره میاد پایین. خب یا مثلا این وقتی من میگم که یک برای شناختن یک عضو میتونم معادلا برم همه زیر مجموعه هایی که اون رو دارن رو بگیرم، معلومه که من درباره اون عضو حساس کار من به این که توی ایه و اون زیر مجموعه ها زیر مجموعه های زیر مجموعه های ای هن مثلا. خب این که دل بخواه نی، اما این یه عملیست، عمل این که طرف رو بگیر برو ببین چیا شاملشه، به جای این که با موجود کار کنی با خانواده آنچه که شاملشه کار کن. یعنی انگار که متوجه چی میگم دیگه، یه جور دوالیتیه اینجا. دوالیتی اینطوریه که یه وقت شما با نقطه ها کار میکنی، یه وقت با مثلا این نقطه ها و مجموعه را مانه خط مثلا ببینین. میخوام یادآور پروژکتیو دوالیتی باشه، او پروژکتیو دوالیتی هم یک حالت چیزیه، این هر دو حالت خاصی یک دوالیتی هن. اما حالا فقط برای بحث فلسفی کرده باشیم، شما ایو بگیرین به اون نقطه ای کوچولو رو و اون زیر مجموعه، هر زیر مجموعه رو خط، بعد طرف داره به شما میگه که به جای نقطه رو کپچر کنید، جابجا کنید با همه خطایی که از نقطه میگذره. خب خیلی منطقیه دیگه، نه؟ با خانواده خطایی که از نقطه میگذره. و اگه میبینین که این اون دوال این رو ما خیلی خوب بلدین، دوالش اینه که یه خط رو بگیرین جابجا کنین با مجموعه همه نقطه هاش، خط همه نقطه هاش، نقطه همه خطاش. این دارم همون کار میکنم. خب این یه کاریه، این خیلی وابسته به این نیست، این یک جورایی بیرون این بازی زندگی میکنه. اون بیرون رو زندگی کردن رو این دو نفر اینجوری کپچر میکنن که بگن که این کاره، اگرچه برای هر ای جدا جدا تعریف میشه، اما نچرالی تعریف شده به این معنی که این مربعها جا به جا میشه. خب یا مثلا تو این مثال من، این مثال من که دیگه خیلی واقعا چیز فاجعه است در این دیدن اینه که ببین وقتی من یه مجموعه ای ضرب در بی و بی ضرب در ای به تو میدم، کاری که تو میکنی اینه که اینا دو تا جا به جا میکنی. باز جا به جا کردن سرته داره، بله، ولی یه کار این کار اینه که دو تایی رو بگو جا به جا کن. حالا مهم نیه که رو ای و بی رو سی و دی هر جاست، خیلی وابسته نیست به ای و بی، به طور سوری وابسته است. برای توضیح دادن این بدیهیه که من احتیاج دادم به نچرال ترانسفورمیشن، که از قضا اینجا اینا نچرال ایزومورفیزم هم هستن. حالا تعریف نکردن نچرال ایزومورفیزم رو، ولی همینجوری دوره همی با معنی این که این دوتا اکت یکسانه رو میتونین اینجور بخونین که این دوتا چیز رو این وری اون وری ضرب کنین. این همه دیگه، این ضرب خیلی به یه معنی دارم میگم به لحاظ کاتگوریک ضرب سیمتریکه، یعنی از این ور اون ور ضرب کردن یک کاره. دو تا کانستراکشن متدن که یکسانن با هم. چرا یکسانن؟ چون نشرال ترانسفورمیشن بینشون هست. حالا به همین معنی من یه تمرینم اینجا گذاشتم برای شما
که شما برین ثابت کنین که ظرف شرکت پذیر هم هست به عنوان عمل. یعنی چی؟ یعنی من بعد دو تا فانکتور به شما بدم، یه فانکتور من اینجوریه که A و B و C رو میگیره اینجوری با این ترتیب ضرب میکنه، یکی با این ترتیب ضرب میکنه، مورفاش هم بدیهیه که با همون ترتیبی که آبجکت ها رو ضرب میکنه. و بعد میخوام بگم که یه نشرال ترانسفورمیشن معقول بین اینا هست که واضحه چیه دیگه، که A و B و C رو میگیره و بعد جابجا میکنه پرانتز گذاری رو. شما باید نشون بدین این کار نچراله، یعنی به اون مربع ها احترام میذاره. بعد نشون بدین که این کار که من سه تا به شما میدم اینجوری پرانتز گذاریش کنم بکنیش اونجوری، این چیزی بیشتر از درباره اون سه تاست، بیشتر درباره پرانتز گذاشتن درباره سه تا. یه همچین فضایی رو تصور کنید. خیلی خب، الان شما اگر سوالی دارین از این حرفای من کیف به حل مراد من جواب بده، اگر نه به نظرم یه دونه مثال دیگه هم مثلا ببینیم که یکم از حجم مثال زیاد میخوایم ببینیم کم بشه. برای من شروع میکنم مثلا همو گفتم، من فکر کنم وقتم اونقدر داریم که شما مگه سوال داشتین جواب بدم. یکی دیگه بخوام بگم دوباره دیگه، 50 تا فانکتور معرفی که 50 تا از اینا معرفی کردیم، یکی دیگه معرفی کنم. این یکی بین این دوتا فانکتور کجاست؟ اینجاست. هر دو از ست میرن به ست اپوزیت. کجاست؟ اینم اینجاست. خب باز دوباره فراموش کنین این قصه هایی که گفتم و الان برگردیم به درس معمول ریاضی. دو تا فانکتور باید، دو تا ست، دو تا کاتگوری باید بدم، دو تا فانکتور بینشون. دوباره دو تا کاتگوری ست، اون یکی ست اپوزیت، دو تا فانکتور، یکی این یارو پی برعکس کنه، خب که ستو میفرستاد به پاور سته اما مپا رو تصویبا رو میگرفت. اون یکی رو بگیرید این هوم جای خالی و دو، این جای خالی دو، این چه فانکتور؟ هوم فانکتور یادتونه دیگه که اگه یکشو فیکس کنم میشه از ست الان به ست، حالا اونجا من ست اپوزیت به ست گفتم اما فرقی نمیکنه. پوینت اینه که آبجکت رو الان بزن یه بار بنویسم، آبجکت که ست x باشه رو این میفرسته به هوم x و 2. هوم x و 2 دیگه چیه؟ یعنی همه مپ های توی ست از x به 2، یعنی همه تابه های از x به 2، یعنی همه تابه های از x به 0 و 1. خب درست، همه تابه هایی که به اشیای x والویشن 0 یا 1 بود. خب مپش چیه؟ مپش هم کامپوزیشن منتها جهت برعکس، یعنی چون اپوزیت و ایناست، یعنی اگه از x بدین به y اینم اینجا میره به هوم y و 2 درسته؟ و از این تابه های از y و 2 بخواین برگردیم به تابه های x و 2، کافیه که یه تابه از y به 2 بگیرید، f هم سرش اضافه کنیم میشه ترکیبش تابه از x به 2. درسته؟ خب این فانکتوری که قبلا هم دیدیمش، این فانکتور هومه، اون این بالاست، این پایینی هم که این فانکتور برعکس کنه. من میخوام بگم که این دوتا بینشون یه نشرال، در واقع نشرال ایزومورفیزم هست، حتی حالا من نشرال ترانسفورمیشن نیستم اما این نشرال ایزومورفیزم هم هست. یعنی چی؟ خب بیایم ببینیم باید چیکار کنم. باید رو هر ایکس این دوتا رو اپلای کنم، از این برم به اون. خب برم الان از هوم ایکس و دو باید برم به پی ایکس، درسته؟ با چی؟ با آلفای ایکس. این مپه کجا زندگی میکنه؟ اینجا زندگی میکنه، درسته؟ توی ست اپوزیت زندگی میکنه. که خب پس کافیه که من یه مپ ستی بدم، بعد اون فقط مسخره بازی این که جهت امور عوض میشه ایناست که خیلی مهم است. خب تاب الان یه تابه بس بدم، تابه رو چی بدم؟ این تابه باید تابه رو بخونه، اف رو بخونه، اف از x به 2، اف از x به 0 و 1. خب بعد اف منفی 1 1 رو بده. این تعریفم. ببین منطقم اینه، میخوام بگم که
توی اولی تابه های ببین کار اولی اینه تاب همون بحث دوتا کانستراکشن متد، یکی زیر مجموعه میگیره اون یکی تابه های به صفر و یک میگیره، یکی زیر مجموعه است یکی کاراکتریستیک فانکشن، دوتا یه حرفن. چجوری میشه گفت یه حرفن؟ خب برای اینکه تبدیل کنیم اگه من به شما یه تابه بدم شما نگاه میکنیم به کیا میرن، به یک اون زیر مجموعه مربوطش. برعکسش هم هست که حالا البته موقعش کار نداریم برای ایزومورفیز بودن مهمه، که اگه زیر مجموعه بدم تابع مربوطه اونجور تعریف میشه که زیر مجموعه رو میفرسته به یک بقیش رو میفرسته به صفر کاراکتریستیک فانکشنش. خب حالا این کاری که من میکنم آیا نچراله؟ یعنی چی نچراله؟ یعنی آیا وابسته است به ایکس خیلی؟ خب نه دیگه، من دارم میگم مهم نیست ایکس حالا چیه و زیر مجموعه چیه اینا، هر چی که هست ببین کیا رفتن به یک. اینو دارم میگم، یعنی میگم دو تا ولیو داره، ولیو مربوط به یک رو بگیر. این نشراله. ولی خب این که نشد حرف که من باید برم اون شکل رو بکشم که تعریف ریاضی مربوطه رو چک کرده باشم. شکلرم اینجاشون کشیدم تنبلی میکنم دیگه نمیکشمش، بریم با هم ببینیم. شکل میشه این، میگه که از دوبار بذارینش، از بی او دو میره به پی ای به و از ای او دو هم میره به پی ای، دوبار گذاشتمش. اینجا باید دوتا فانکتور اثر فانکتورهای مربوطه رو که یکی هوم یکی پی ای با اون یارو سرکس روی یه اف دلخواه بگیرم. یعنی یه اف میگیرم از ای به بی برای اینکه این جهت برعکس شده چون تو اپوزیتیم، از ای به بی میشه این ترکیب کن با اف که دیدیمش تعریف هوم بود، از این برم وارون اف بگیر چون این تعریف پی روی F اینه که F بارون بگیریم. خب حالا بعد این جا به جا بشه ببینید چی کار میکنه. یکی یه تابه میگیره G از این بی و دو، از B به صفر و یک. خب یه کاراکتریستیک فانکشن میگیره میبینه کیا رفتن به یک. خب بعد که دید کیا میرن به یک از اون سته تصویر بارون F میگیره. از یه طرف دیگه G رو با F ترکیب بکنیم تو این جهتی که میبینیم، بعد از کلش تصویر بارون یک میگیریم. خب اینا همین دیگه، این جی اف وارون یک در واقع است اف وارون جی وارون یک چشون برعکس بلد. بنابراین این کاری که من دارم میکنم به این تعبیر نچرال. خب حالا شاید بعد نباشه که بعدی رو ببینیم با هم، این دفعه جزئیات کمتر می‌نویسم ولی چرا نباید تنبلی کنم ها. دو تا فانکتور دیگه هم حالا که اینجا این ببینیم، دوباره دوتا فانکتور من ستن، از ست به سته، یکم جلوتر یکم عوضم میکنه، همش ست نخواهد بود. خب فعلا برای اینکه آسون باشه همه چی من اینو گرفتم این، از ست به ست آیدنتیتی رو بگیریم، بعد این شیطون میگه که اون یکی رو هم بگیرین هوم یک یک همون تکوزی صفره و جای خالی. اینم فانکتور هومه که قبلا دیدیم، یعنی شیط رو میبره به همه تابه های یک به ایکس، تابه های تکوزوی صفر به x و مپ ها مپ هایی که با f ترکیب کنیم، یعنی هوم یک و f هم میشه با f ترکیب کردن تو اون جهتی که باید. خب نشرال ترانسفورمیشن مربوطه اینجا آلفا چه خواهد بود؟ چجوری بدم؟ اپلای کنید به ازای هر x آلفا x از x، این باید بره به هوم یک و x، درسته؟ مقدارش رو بدیم. خب چجوری؟ ببین این خیلی واضحه که باید چیکار کنید دیگه. حالا من حتی فکرم توی نوتان برعکسه، ولی حالا اصلا این دفعه بذارید این برید. این هم ایزومورفیزم. یه ایکس رو بخونین، کجا باید بفرستین یه ایکس رو؟ بفرستین به یه تابه باید بفرستین. بفرستین به تابه مثلا من میگم بهش ایکس هت، که همه نقطه ها که تکوزوی صفره رو میفرسته به ایکس. ببین هر کی که این تو این هومه هست یه تابه از تکوزوی صفر به ایکس، یعنی یه نقطه انتخاب کن تو ایکس. این یکی هم خب یه نقطه تو ایکسه، یعنی یه حرفن اینا. این داره میگه که این دوتا کانستراکشن که x رو خودشو برداری بیاری یا همه تابه های از تکوزوی صفر رو بهش برداری بیاری یه کاره، و این یه کار از کانستراکشن دارم میگم یه کاره، یعنی به x خیلی ربطی نداره. خب میبینین این ایزومورفیزم هست. حالا من یه برای ایزومورفیزم رو دارم میسازم و همون کاری هم میکنم که انتظار داریم، به x میگم تبدیلش رو به اون تابه نچرالی که مربوط هست اونور که همون نقطه فیکس صفر رو توی تکوزوی یک ببر به همون ایکسی که دارین میگین. حالا این باید نچرال باشه. نچرال باشه یعنی چی؟ این دوبار بنویسش، درسته؟ هوم یک و ایکس، یعنی احترام بذار یا ایندیپندنت باش از انتخاب ایکس. خب یه وای هم اینجا بگیر، برو اینور به هوم یک و وای
و اینجا یه تابع F، این به خاطر اینکه آیدنتیتی برای هر Fی میاردش اینجا، این یکی همیشه ترکیبه با F، یعنی جای خالی OF اگه اشتباه نکنم، یعنی یه تابع من اینجا میگیرم از یک به X، اشتباه میکنم دیگه، بعد F رو از سر میدم، F اونوره ببخشیم دیگه پاکم نکنم. خب بعد این دوتا هم همین آلفا X و آلفا Y هم. الان اینجا بجا میشه؟ بله. این میگه X رو وردار ببر به X hat، یعنی تابعی که همه نقطه ها رو میبره به X، حالا همه نقطه هم یه نقطه است. این یکی میگه F ازش بگیر، این میاد به FX، درسته؟ بعد این بهش میگه که ببر به تابع FX hat، یعنی همه چیز را ببر به FX. حالا این چی میگه؟ نگاه این دوتا تابعه بالا و پایینیه، میگه این تابع رو با F ترکیب کن، این تابع همه چی ببر به X، بعد باید F رو بگیریم، اینجا که میگه بعد F رو بگیریم، درسته؟ یعنی همه چی بریم به FX، اینجا به جا میشه. این فرمال این حرفه که آقا خود سه تا به من بدی و همه مپای از یک به سه تا بدی، اینا یک کار. حالا فرمالش البته این نیست، بخاطر اینکه دو تا مپ باید بدم که برعکس هم من یکشو دارم میدم، ولی برعکسش هم روشن چیه دیگه، دارم میگم ایزومورفیزم دارم نمیگم، فعلا دارم مپو یه دونه شو میگم. حالا همین شرایط رو شما توی کاتگوری دیگه هم میبینین، این اولین جایی که میخوام آروم برم سراغ کاتگوری دیگه، این حرفمو کامل میکنم و تمام میکنم. همین قصه رو میشه اینجوری شد تو کاتگوری گروه ها دید. ببین کاتگوری گروه ها رو در نظر بگیر، یعنی بیاید اینجا تو مثال من به جای اینکه ست بگیرین گروه بگیرین، خب اینو بگیرید گروه، اما این یکی رو هنوز بگیرید ست. خب حالا این دو تا فانکتور در نظر بگیرین، یکی یوه فورگتفوله، یادش میده این گروه، میگم ستشو بگیرین و تابعه بشه. خب دیگری هست هوم، هوم از کجا به کجا، هوم زد، زدی گروه، زد و جمع منظورم، وقتی میگم زد، زد و جی. خب حالا زد و جی که نه دیگه، زد و جای خالی دارم فانکتورش رو میسم، یه مپ اینجا میخوام بین اینا، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی باید بگم به ازای هر گروه جی از یو جی که همون جیه، ست جی، ولی این دفعه به عنوان ست، برو به مثلا هوم زد و جی، درسته؟ خب چجوری برم؟ الان اگه شروع کنی اینو بگیم، الان من باید این مپ ست بدم، من باشتون هست، اگه اسم نوزم آلفا، این میشه آلفای جی، درسته؟ آلفای جی را اگه بخوای تعریف کنی باید بگی آلفای جی هر عضو کجا بره، کجا بره؟ میره به، من میگم جی هت، دوباره با همون نوتیشن هم دارم می نویسمش، که جی هت باید چی باشه؟ یه هومومورفیزم گروهی از زد به جی، که چیکار میکنه؟ برای اینکه هومومورفیزم از زد به یه جای بدین کافیه که بگین که یک کجا بره، بقیه یونیکلی میرن و حتما هم میرن، درسته؟ اگه یک رو یه جایی ببرین دو میره به دو برابر اون، یعنی چه جی دو مثلا. خب من میگم یک رو ببرید به جی، بعد اون وقت یونیکلی این هم میره به جی به توان این، درسته؟ راه دیگه ای براش نمیمونه، چون هومومورفیزمه، یعنی یک باید به جای دو هم میدونیم کجا بره، سه هم همینطور، منفی هم همینطور، منفی هم بدن وارون و فلا. خب متوجه این؟ و بعد میشه چک کرد که این چیزه نشرال. نشرالی یعنی چی؟ یعنی که دوباره دو بار من اینو باید بنویسم، یعنی یه بار جی بذارم اینجا، یه بار اچ بذارم، بعد این مپ من دل بخواه نیست، مپ از هومومورفیزم گروهه، از این سر میاد، درسته؟ همینطور هومو اینجا بذارم، همین هومو اینجا بذارم، دو بار دارم مینویسمش. بعد این مپه، این مپه چیه؟ مپ مربوط به هومه، یعنی اف او. خب اینم هست آلفای جی، اینم هست آلفای جی. آقا اینا میرن به هم؟ بله. یه جی رو این میگیره، یه جی کوچولو رو میفرسته به تابعی که یک را میفرستد به جی، بعد باش اف ترکیب میکنه، خب الان یک میره به اف جی پس، اما از این ور اگه من میمدم FG میگرفتم و بعد میگفت یک را به FG، همین کافیه که دنبال کنین نمودار رو میبینین یکی میشه.
حالا این چی میگه؟ این هم همینجوری فلسفی بخونین، این میگه اگه گروه من به شما بدم تو ست زیرش به من تحویل بدی، این اینه که مورفای از زد به جی رو تحویل بدی. نیست مورف زد به جی چیه؟ مورف هوموموفیزم زد به جی همینطور که الان گفتم، یعنی بگین یک کجا بره، یک کجا بره یعنی یک باید بره تو جی، یعنی در این ست جی رو اعضاش رو انتخاب بکنید. این هم حرف بالاست دیگه، تابه های از یک به جی، هوم یک به جی که اون بالا دیدیم که معادل هوم زد به جی، منطقه اون هوم قبلی تو ست، این هوم جدید تو گروهه. درسته؟ میبینین که اگه تو گروه زندگی کنیم به تعبیری زد داره نقش یک رو بازی میکنه تو ست. تو ست یک یه نقطه برمیداره از تو مجموعه، وقتی یه مورف از یک میره به یه جایی، اینجا یه مورف از یه هومومورفیزم گروهی از زد بره به یه گروهی، انگار داره یه نقطه برمیداره. کافیه بگین یک کجا بره، بعد میشه بقیهش. درسته؟ یونیکلی دیتا با یک معلوم میشه. بنابراین اون خانش مربوطم که گفتم یعنی چی؟ همین چیزه مطلب رو میتونین درباره وکتور اسپیس هم ببینین. اگه وکتور اسپیس نمیدونین چیه، میتونین موقتا فراموش کنین حرف من رو فعلا. اما اگر میدونین چیه، کاتگوری وکتور اسپیس ها لینیر مپ ها رو در نظر بگیرین و دوباره فورگت فول رو بگیرین به ست و هوم رو بگیرین. به جای هوم زد دفعه هوم آر رو بگیرین. آر یه فضای برداری دیگه، فضای برداری روی آر. خب هر مپ لینیری از آر به یک فضای برداری با یک دوباره معلوم میشه. شما بگین یک کجا میره، بقیه آرام معلوم میشن کجا میرن، چون نیست لینیره. یک که بره جایی آر تا یک کم آره میره به آر تا فلان. باز میبینین همون کاری که زد داره تو گروه ها میکنه، آر به عنوان فضای خطی داره توی فضا خطی ها میکنه. و بعد دوباره کافیه که همون مپ رو بنویسین و ببینین که میشه گفت که هوم آر به وی این اینی که نقطه است تو وی انتخاب کنی، همونطور که الان گفتم. برای این دوتا کانستراکشن از آر برو به وی به فضای برداری، با این کانستراکشن که ست زیر فضای برداری بده یک. خب این هم یه نمونه دیگه از نشرال ترانسفورم میشه. حالا کافیه دیگه الان برای یه سری مثال رو نزدیم، بازم جلسه بعد مثال خواهیم دید چند تا دیگه، و بعد برای اینکه یکم پیچیده است و بعد چیز میکنیم یکم درباره اینکه این نشرال ترانسفورمیشن ها بعد چی به ما میدن و کلکولس مربوطشون چیه و چیز برامون جدید موجودات جدید میسازن هم حرف خواهیم زد. حالا من فکر کنم که دیگه احتیاجی به این شعر بودن صفحه هم ندارم، بنابراین این اگه پیدا کنم قطع میکنم. کی که بتونه این رو پیدا کنه، آها این شعر رو بر میدارم. اما خودم همینجا میمونم که اگه سوالی دارین جواب بده. اگر سوالی از نشرال ترانسفورمیشن این مثال ها مونین ها دارین، حتما هم خسته شدین، ولی حالا به حال اگر دارین من جواب میدم، اگر هم که نه میریم تا جلسه بعد. همونطور که دو گروه هم گفتم احتمالا یکی از این جلسات ما بعدی، نه احتمالا بعدیش رو بذاریم به این که دوره هم حرف بزنیم و حل تمرین طور رو نمیدونم رفع اشکال طور انجام بدیم. میشه یه دونه مثال از آر دو به وی بگین واسه همین فضا برداری ها؟ ها خوب میگین. الان یه از آر دو یا حالا مثلا بالاتر تو آره از آر دو یه مپ از آر دو به یه وی چیه؟ خودتون هم جالبی جوابشو میدونین دیگه، چون باید مهم اینه که یه پایه بگیرین، بقیه خود به خود معلوم میشن یونیکلی دیگه. اونجا پایه رو آر دقیقا یه مپ از پایه، یه پایه مثلا یه دوزوی آره مهم نیست که کی توی آر دو، برای یک مپ از آر دو به وی در واقع یک دوتا عضو از وی انتخاب کردنه. درسته؟ برای این این همون حرف همون که اونجا زدن میشه گفت هوم آر دو به وی به عنوان عمل با وی به توان دو یکسانه، که وی به توان دو یعنی وی رو به عنوان فضا برداری بگیر، ست زیرش تحویل بده، ضرب در دو به توان دو بشه. درسته؟ همینطور آر ان میشه وی به توان ان. درسته؟ طبعا انگار که مثلا من میتونم
توی دنیای ست اگه یه فضابرداری به من بدین به توانی یه چیزی برسونم رو فضابرداری کی تشخیص بدم، بگم که حالا اون که ضرب میکنیم اینه عمل ستیه، ولی اینجا فضابرداری بخواین نگاه کنین این اینه که من باز آر ان بدین، یعنی هوم آر ان به این رو بگیرین، این یکم بیشتر فضابرداریه مثلا. سوال خیلی خوبی هم بود، مرسی. خیلی خوب دیگه، کسی سوالی، نکته چیزی، بازی؟ نیست. خیلی خوب. چرا قضیه براد دارد کلی اثبات نکردین؟ ها خب برای این که برای این که دمارت کلیش پایوان کافی نیست براش، احتیاج به پای این و اینها داره و من پای این اینها تعریف نکردم، پای یک تعریف کردم برای وگرنه تا اونجا که حافظه من یاری میکنه هیچ محدودیتی نداره، همین کارا رو میشه برای هر بودی کرد به شرط اینکه پای اینا رو داشته باشین. که پای اینا چیان؟ کافی نیست سوراخ‌های یه بودی رو اندازه بگیرین، بعد سوراخ‌های این بودی رو اندازه بگیرین، بعد سوراخ‌های دیگر رو فراموش کنین، اون وقت میتونین دوباره همون حرف رو بزنین. یه فانکشن دیگه لازم دارین برای این. حالا شدنش میشه واقعا، گفتم که اون مراتب بالا سخت‌تر میشن، اما منظورم این نبود که فانکتورهای مراتب بالاتر اینها رو نداریم یا خیلی هم وحشتناکن کار کردن باشون، سخت‌تره اما دیتای به اندازه کافی موجود هست دربارش که بتونیم به کمکش مثلا قضیه براهر رو دست کم ثابت کنیم. کافیه که همینطور که میبینین همه این اثبات اگه بخوایم برای کند بزرگتر بنویسین کافیه که مثلا بی ان داشته باشین، یعنی یک ان بودی و بعد یک کره ان بودی هم داشته باشین که تو خالی باشه و بعد بعد این دوتا یه فانکشن است که بینشون فرق میذاره، یعنی به هر دو گروه نسبت میده متو گروه های متفاوت. خب گروه های متفاوت اینا یکیش ان سوراخ های انتهایی رو شمردنه که اون کره سوراخ رو میبینه اون فانکشن تو کره و بنابراین میشه مثلا زد، تو این یکی نمیبینه چون میشه جمع کرد هر چیزی و مؤدب و غیره میشه صفر، دوباره همون اثبات اینها. ولی روشنه که این دفعه باید فرق بین کره توپر ان بودی و کره تو خالی ان بودی رو ببینین و این فرق رو فانکتوری که سوراخ ان بودی میشموره میبینه طبیعتا دیگه. درسته؟ باشه من یه چیزی بگم، این بیشتر مد نظرم این بود که ما الان واسه این اثبات فقط اون تیکه که گروه بنیادی حساب کردیم و پایه که حساب کردیم و باید تعمیم بدیم، اون نگاشت افی که ساختیم و اون نقطه که روی در واقع مرز میگرفتیم اینا عیناً باید تکرار بشن دیگه. درسته؟ بله. فقط مشکل تو اون پایه که هست. بله به نظرم. بله. به نظرم اونا هیچ کاری نیست دیگه، فقط یه تابه پیوسته جدید درست میکنی که همونو با کره میتونی بکنی. میخوام ایده کلیش همینه دقیقاً. ممکنه چیزی رو از حافظه، من دارم از حافظه یه خیلی قدیمتر میگم، من ممکنه میس کنم چیزی رو، ولی تصورم اینه که نه هیچ چیز ویژه‌ای وجود نداره اینجا جز اینکه فانکتور رو باید پیچیده‌تر کنین و محاسبتون یکم سخت‌تر بشه. میگن که این سوراخ ان بودی رو میشه یه خورده باز کنین، راستش نه، به خاطر اینکه یکم چیزه پیچیده میشه امور رو اینها و برای این کار نمی‌کنم، ولی به عنوان سوراخ ان بودی فقط این شهود داشته باشید که من مثلا سوراخ یک بودی وقتیه که من یک مسیر پیوسته مسیر که یک بودیه رو بذارم یه جایی و نتونم جمعش کنم، برای اینکه وقتی جمع میکنم گیر میکنه به یه جایی. سوراخ دو بودی وقتیه که من به جای اینکه یک مسیر بسته داشته باشم یک کره دو بودی بسته تو خالی داشته باشم، اونجا اینو مسیره که مثلا میره، بعد اینو بذارم یه جا نتونم دوباره جمعش کنم چون گیر میکنه به سوراخ دو بودی. خب مثل سوراخ دو بودی مثل توی یک کره است که خالیه، مثل توی زمین که خالیه، شما اگه توی زمین که خالی بود، حالا که نیست، این روی زمین رو نمیشه جمع کرد چون نمیذاره اون سوراخ. سه بودیش همینطور بالاخر، یعنی سوراخ در اصلا یکی مشکل اینه که سوراخ رو به راحتی نمیشه تعریف کرد و قراره که وایا یک هوموتوپی تعریفش کرد، ولی همینجوری دور همی میشه گفت که سوراخ ان بودی آن چیزی است که اجازه نمیدهد که مسیر ان بودی در کوتیشن که همون مثالی که براتون زدم را بشود جمع کرد به شکل پیوسته.
ببخشید من یه چیزم میگم، این سوالی که پرسیدن در مورد این سوراخه، من دفعه قبلی جلسه قبل یه چیزی اینجا توی چت بار نوشتم ولی خیلی حرفم گنگ بود، صرفا از این بابت که این بالاتر رفتن درجات هوموتوپی رو جلسه قبلی که داشتید میگفتی من یه چیزی رو حالا در تحت عنوان سوال میخواستم بپرسم ولی الان فکر کنم درسته، یعنی به عنوان سوال دیگه نمیپرسم. تفاوت بین اینا رو فکر کنم خیلی راحت میشه اینجوری دید که مثلا ما گوی باز وقتی تو آر 1 میگیریم و بخوایم نشون بدیم که عملا توپولوژی این با گوی باز تو آر 2 فرق داره، اینجوری که اگه یه نقطه از این گوی باز تو آر 1 برداریم این دیگه همبند نیست ولی اونور همچنان همبند میمونه. ولی این گوی باز آر 2 رو اگه حالا با گوی باز آر 3 بخوایم مقایسه بکنیم، این اتفاق یعنی برداشتن یه نقطه دیگه این تمایز رو نشون نمیده. درست. و این تفاوت بین در نوع همبندی و نوع هوموتوپی بین ایناست که دقیقاً این فکر کنم این سوراخ ها رو هم دقیقاً با همین تفاوت رو میتونیم ببینیم که چقدر. خیلی خوب میگین، مثلا من میتونم حرفتون رو تعمیم بدم یه ذره، بگم که خب این کامنت شما اینطوریه که همونطور که گفتین یه دایره مثلا من به شما میدم، مثلا یه چی میدم یه بازه، بعد میگم که این دوتا بازه همون بی یکه، فکر کنین اون بی دو بود بی یکه، مثلا این چیزه دایره مربوطه رو مثلا میدم میگم اینا هوموورف نیست، بعد شما میگین که خب یه نقطه از این برم داریم یه نقطه از اون برم داریم، ببین فرق میکنن هم بندیش به هم میخوره. همین میشه تعمیم داد به این معنی که مثلا اگه من یک کره دو بعدی دارم و مثلا این ور تعمیم بدین یک چه میدونم قرص دارم، اون وقت فرق اینا اینه که اگه یه مسیر رو از این بالا از اون کره ببرین، اتفاق بعدی براش نه دارم حرف بی خود بزن چی میخواستم بگم گیت شدم، داشتم تلاش میگم میگم که اگه نقطه سوراخ صفر بعدی درست میکنه و این کار رو خراب میکنه در مورد همبندی، مسیر هم میتونه دقیقا همبندی ساده و همبندی مسیری رو با سوراخ صفر بعدی و یک بعدی دارید جدا میکنید. بله بله میخوام اینو بگم که حالا گیج شدم خسته و بعد همینطور مراتب بالاترش رو. ولی اونجا دوباره تاکید کنم که این اگرچه تعریف کردن گروه هوموتوپی خیلی سخت نیست، مراتب بالاتر منظورم این نیست که این سخته، مطالعهشون هم سخته، اما باز منظورم نیست که اینها هم سخته. چیزی که سخت میکنه اینه که شما نوشن کاتگوری رو بخواین تعمیم بدین که به مراتب خیلی بالا بی نهایت اینها، بعد میبینین که اصلا یک اسارتی ایجاد میشه که یعنی تعریف کردن امور سخت میشه نه فقط ثابت کردن چیزها دربارش، که حالا دربارش یه وقتی ایشالا حرف میزه. مرسی، خواهش میکنم. مرسی از شما. خیلی خوب دیگه فکر کنم که واقعا میتونیم بریم ها. حالا تو این معنیش نیست که اگه سوال داری نپرسینا. سکوت معنادار کنم. خواهش میکنم. خیلی خب. پس انشالله تا هفته بعد دیگه. خسته نباشید انصاف. مرسی. این رو هم من اینجا ضبطش رو قطع کنم، یا چه بکنم لازم هم نیست اول ضبط رو قطع کنم.